به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان. جلسه اول دوره ششم کلاس اقتصاد کلان رو خدمت شما آغاز می کنیم. راه طولانی اومدیم دوستان. الان به یک استراحتگاهی رسیدیم در میانه راه به قله دانش اقتصاد کلان و چپتری رو فصلی رو امروز آغاز می کنیم که برای ما بسیار مهم هست. فصل بازبینی مجدد اقتصاد باز، مدل ISLM در واقع در اقتصاد باز که تحت عنوان مدل ماندل فلیمینگ شناخته میشه. آقای ماندل به خاطر همین مدل و به خاطر تحقیقاتی که در زمینه اقتصاد باز و نیز رژیم های نرخ ارز داشت، آقای ماندل مفتخر به دریافت جایزه نوبل شد. این فصل یکی از مهمترین اهدافی بوده که من از برگزاری این دوره ها داشتم و خیلی خیلی خوشحالم که این قسمت شد و ما تونستیم که به این هدف مهم انشالله امروز بتوانیم نائل بیاییم اگر اتفاق خاصی نیفته. خب ما باید ببینیم که مدل ماندل فلیمینگ چه بود. مدل ماندل فلیمینگ در واقع همون مدل هایی هست که در فصل های گذشته ما خوندیم. به طور مشخص ما فکر میکنم در دوره 3 بود که در فصل 6 ما بازار باز رو مورد توجه قرار دادیم و بعدها مدل ISLM رو در فصول 11 و 12 به طور خیلی مبسوط ما بررسی کردیم و رسیدیم به این جایی که الان میخوایم که انشالله میوه کارمون رو بچینیم و اون مدل ماندل فلیمینگ هست که با دانستن این مدل قدرت تحلیل شما به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. 52 اسلاید هست که خیلی خلاصه شده متاسفانه، یعنی اسلاید ها باید خیلی بیشتر از اینها می بوده و کتاب خیلی وسیع تر مطالب رو مطرح کرده. من سعی می کنم با آرامش مدل فصل 13 رو طی کنم، مدل ماندل فلیمینگ رو خدمت شما ارائه بدم. یک دلیل این هست که در تدریس درس اقتصاد در واقع بازار باز یا اینترنشنال مثلا اکنامیکس یا اینترنشنال فایننس خیلی باید دقت کرد. چرا؟ برای اینکه نرخ ارز رو شما میتونید پول داخلی به پول خارجی بگیرید یا پول خارجی به پول داخلی بگیرید و اینکه این نرخ ارز رو مثلا بگیرید مثلا 25,000 مثلا 250,000 ریال به ازای هر دلار یا بگیرید 0.5 مثلا 5-6 تا 0 یک عددی مثلا 0.5-0.4 دلار به ازای هر ریال، اینکه چگونه کانونشن یا در واقع اصل متعارفی که شما نرخ ارز رو بیان میکنید چگونه باشه، مستقیم باشه یا غیر مستقیم باشه، خیلی تأثیر میذاره در تحلیل ها و متاسفانه موجب یک مقدار زیادی موجب اغتشاش فکری و ذهنی خواهد شد. این هست که من با آرامش انشاءالله ما با همدیگه جلو میریم. مطالب مشکل نیست، تنها مسئله خاصی که وجود داره همین قضیه هست که نرخ دلار رو چگونه ما مطرح میکنیم. خب هدف ما چیست؟ هدف ما این هست که مدل ماندل فلیمینگ رو خدمت شما توضیح بدیم، ISLM رو برای اقتصاد باز کوچک در واقع خدمت شما مطرح کنیم، یعنی مثلا مثل اقتصاد امارات، اقتصاد قطر، اقتصاد عربستان، یک زمانی اقتصاد عراق، الان خودشون رو اقتصاد باز کوچک میدانند. اقتصادهایی مثل اقتصاد ژاپن، اقتصاد امریکا، شاید اقتصاد اتحادیه اروپا، اینها اقتصادهای بزرگ بسته هستند یا اقتصادهای بسته هستند. این بسته بودن یک تعریف خاصی در اقتصاد داره. من ملاحظه کردم که یکی دو تا از اقتصاددانان در یکی از برنامه‌های تلویزیونی با هم دیگه محاجه می‌کردن سر اینکه آیا اقتصاد ایران باز هست یا اقتصاد ایران بسته هست و یکی از اقتصاددانان مطرح می‌کردن که اقتصاد ایران از اقتصاد چین بازتر هست و اقتصاددان دیگر تعجب می‌کرد که چگونه این اقتصاددان بله صحبت می‌کنه. از دو معیار متفاوت دوستان داشتن می‌دیدن، این اقتصاددانان هر دو داشتن می‌دیدن، برای همین صحبت هم دیگر رو متوجه نمی‌شدن. ما از نظر نرخ تعرفه، از نظر موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای یکی از بسته‌ترین اقتصادهای دنیا هستیم. وقتی شما اقتصاد بسته بود، به عبارت دیگر ما یکی از فاسدترین اقتصادهای دنیا رو در تجارت خارجی داریم. هرچه شما نرخ تعرفه رو بیشتر افزایش میدی، مقدار قاچاق و مقدار رشوه بیشتر افزایش پیدا میکنه.
و شما تعجب میکنی از اینکه چطور مثلا این کشور انقدر فاسده، در حالی که این سیاست گذاری بوده که موجب این فساد شده. بنابراین اون اقتصاددانی که میگفت اقتصاد ایران بسیار بسته هست، از این منظر درست میگفت. بله، پروتکشنیزم، بله دقیقا، یعنی یکی از اصول اقتصادی که راهبری میکنه اقتصاد، مثلا اقتصاد کشور ما رو، پروتکشنیزم یا حمایتگرایی هست از تولید، که به این میانجامد که حمایتگرایی از گروه های خاص، دقت میفرمایید، حمایتگرایی از قوم و قبیله در مقابل کل جامعه، در مقابل کل اقتصاد. خب اقتصاددان دیگر، پس یک اقتصاددان بر این مبنا برداشتش این بود که ایران یکی از بسته ترین اقتصادهای دنیاست. اقتصاددان دیگر از اعداد و ارقام استفاده میکرد، از نسبت استفاده میکرد. ایشون هم درست میگفت، میگفت که اقتصاد ایران از اقتصاد چین بازتره. از کجا میگفت؟ از اینجا که حجم تجارت خارجی رو نسبت به تولید ناخالص ملی در نظر میگرفت، و اتفاقا این یک معیار بین المللیه. در واقع نسبت تجارت، یعنی نسبت صادرات واردات رو به تولید ناخالص ملی که شما در نظر بگیرید، اقتصاد چین و اقتصاد ایران و اقتصاد امریکا و اقتصاد ژاپن و اقتصاد اتحادیه اروپا از جمله اقتصادهای بسته جهان هستند. حالا اینکه ایران از چین بازتره درسته، ولی کلا جز اقتصادهای بسته دنیا هستیم. ما قبلا جز اقتصادهای بسته دنیا نبودیم، ما قبلا یک اقتصاد باز کوچک بودیم، الان تبدیل شدیم به یک اقتصاد نسبتا بسته. تحلیل اقتصاد باز کوچک خیلی ساده است، تحلیل اقتصاد بسته یک مقداری مشکل تره، چون ما مدل اقتصاد بسته رو باید بدانیم، مدل اقتصاد باز کوچک رو هم باید بدانیم، بعد در تحلیل بیایم در وسط این دوتا قرار بگیریم. دقیق می‌فرمایید، یعنی برای تحلیل اقتصاد ایالات متحده آمریکا، برای تحلیل اقتصاد چین، برای تحلیل اقتصاد ژاپن و برای تحلیل اقتصاد ایران در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی، شما باید یک در واقع میانگینی بین اقتصاد کوچک باز و اقتصاد بسته در نظر بگیرید. حالا مدل هایی هم داریم که اقتصاد مثلا به جای اقتصاد کوچک بسته، مثلا اقتصاد بزرگ، به جای اقتصاد کوچک باز، اقتصاد بزرگ باز رو میاد تحلیل میکنه. ولی بهتر این هست که همین دو مدل رو ما بیاموزیم، یعنی اقتصاد باز کوچک رو بتونیم تحلیل کنیم، اقتصاد بسته رو هم بتونیم تحلیل کنیم. اقتصاد بسته رو در فصل 12 تحلیل کردیم، حالا باز هم دو مجددا بهش برمیگردیم، ولی اقتصاد قبلا تحلیل کردیم، اقتصاد بسته رو الان هم اقتصاد باز کوچک رو تحلیل کنیم، اون وقت ببینیم برای ایران باید مثلا سیاست ارزی چه باشد، باید سیاست پولی ایران چگونه باشد. اینها رو بعدها ما میتونیم انشالله با هم دیگه بیشتر روش کار کنیم، و من مطمئنم که شما بعد از این کلاس یک قوتی پیدا خواهید کرد در استدلال اقتصادی، در اجرای سیاست اقتصادی، در اینکه کدام سیاست اقتصادی باید اجرا بشه. خب ما متاسفم در ایران برداشتم اینه که بسیاری از اقتصاددانان این مسائل رو نمیدانند یا عمیق نمیدانند، یعنی میخونند ولی متوجه نمیشن. خب حالا من دوستانی که کلاس اقتصاد، یعنی دوره مثلا فوق لیسانس یا دکترای اقتصاد هستن، الان اینجا حضور دارن در کلاس، میبینن که چقدر ریزکاری داره این مدل ها، این کتاب ها، که متاسفانه اساتید نمیبینن و دچار اغتشاشات ذهنی و فکری میشن و این اغتشاشات به جامعه منتقل میشه و باعث خسران جدی معیشت مردم میشه. متاسفانه ما اینجا بنا داریم در این فصل، چیزی که شما میآموزید این هست که استدلال ها در حمایت از نرخ ارز ثابت در مقابل نرخ ارز شناور. چرا بعضی ها در برخی کشورها نرخ ارز ثابت رو به کار میبرند؟ چرا در بقیه کشورها نرخ ارز شناور به کار برده میشود؟ نحوه استخراج منحنی تقاضای کل رو برای اقتصاد باز کوچک ما انشالله بررسی خواهیم کرد. دوستان عزیز، خاطرتون هست منحنی تقاضای کل به چه درد میخورد؟ منحنی عرضه کل و منحنی عرض تقاضای کل. از این دو منحنی ما چی رو به دست می آوردیم؟ رابطه بین کدام دو متغیر اصلی اقتصاد رو ما به دست می آوردیم؟ احسنت، قیمت و تولید. احسنت، ماشاءالله، حس کردم. امروز واقعا یکی از دوستان، حالا نمیدونم در کلاس تشریف دارن یا نه، با من تماس گرفتن و ایشون گفتن که کلاس های تو رو من گرفتم و هر کلاسی رو، هر درسی رو که 3 ساعتون میکشه دوبار مرور میکنم، دوبار فیلم ها رو میبینم. و من واقعا انقدر خوشحال شدم که شاید باور نکنید، از صبح تا الان من حدود 11 ساعته که بدون وقفه مشغول هستم، فقط 10 دقیقه یه لحظه
دیگه نتونستم کار کنم، یه لحظه خوابم برد 10 دقیقه که بعدشم یک چیزی داشتیم، یک برنامه مصاحبه تلویزیونی داشتیم، بعد بلافاصله بیدار شدم و واقعا خوشحال شدم که بالاخره همین ببینید، همین تعدادی که ما الان در کلاس هستیم اگر شما بیاموزید و بعد این علم رو نشر بدید کم کم گسترش پیدا میکنه. پس ببینید، ما یک رابطه رو که وقتی میخوایم رابطه بین قیمت و تولید رو مطرح کنیم، از AD و AS استفاده میکنیم، از منحنی تقاضای کل و منحنی عرضه کل استفاده میکنیم. متوجه بشید چه ما داریم چه میکنیم. ما دو تا منحنی دیگر داریم، یکی منحنی IS هست و دیگری منحنی LM هست اگر خاطرتون باشه. ما از تقاطع این دو تا منحنی هم دو تا متغیر دیگر اقتصادی رو به دست می آوردیم. چیا بودن اونا دوستان؟ احسنت، نرخ بهره و تولید. باریکلا، ماشاءالله. پس یکی در واقع ISLM به ما نرخ بهره و تولید رو میده، نرخ بهره به عنوان مهمترین قیمت در اقتصاد، و ADAS به ما تو قیمت و تولید رو میده. اینها رو ما کنار هم میذاریم، هم نرخ بهره رو داریم. وقتی نرخ بهره رو داشته باشی چی رو داری دوست من، عزیزان من؟ نرخ بهره چه چیزی رو برای شما مشخص میکنه در اقتصاد؟ احسنت، احسنت آقای قانفر، احسنت آقای بیزاده، احسنت آقای صادقزاده، ماشاءالله، احسنت آقای باختر. سرمایه گذاری رو مشخص میکنه. نرخ بهره شما داشته باشی سرمایه گذاریت مشخص میشه. سرمایه گذاریت مشخص بشه، رشدت مشخص میشه، رشدت در بلند مدت مشخص میشه. اقتصادی که الان 10 ساله که سرمایه گذاری نرخ رشد تشکیل سرمایهش منفیه، 10 سال این قضیه ادامه داره، خطرناکه دوستان من، عزیزان من، خطرناک. خب از اون طرف پس نرخ بهره رو که داشتی سرمایه گذاریت به دست میاد، تولید رو داشتی چه به دست میاد؟ از تولید ما به چی میرسیم؟ آها، مثل که متوقف شد دوستان یه دفعه. احسن، از تولید شما اشتغال و بیکاری رو به دست میارید. پس اینا با هم دیگه ارتباط تنگاتنگ دارن. میدونید رابطه بین تولید و بیکاری، تولید و اشتغال، اسم این رابطه چه بود؟ همینطور که ما گفتیم ISLM. احسنت آقای میرزایی، باری کردم اوکانزلا. پس اوکانزلا خیلی مهمه. رابطه بین بیکاری و تورم از چه رابطه به دست می اومد؟ اسمش چی بود؟ ماشاءالله، منحنی فیلیپس. فقط فرمودید. پس رابطه با تمام این روابط با هم دیگه داریم چک میکنیم. چه چیزی این وسط کمه؟ چه چیزی رو ما نداریم؟ همه چی رو ما بیان کردیم برای شما. ما الان میتونیم اقتصاد رو تبیین کنیم، ولی یک نکته مهمی جا مونده. آها، احسنت، احسنت. تجارت خارجی. تجارت خارجی 3 تا یا 4 تا مشخصه داره. بفرمایید. تجارت خارجی ما میتونیم بگیم 4 تا مشخصه داره. 4 تا عدد رو شما باید در زمینه تجارت خارجی بدونید. چیا هستن؟ نرخ حقیقی ارز، آفرین. نه دیگه، SOI که تجارت خارجی، در واقع اون تجارت داخلی بود SOI، که بعد متناظرش در تجارت خارجی، کاملا درست میگه دای جعفری، منتها متناظرش در تجارت خارجی چی بود؟ تعرفه گمرکی. حالا بحث مجزایی، تعرفه گمرکی برای ما مشخص میکنه مثلا تأثیر میگذاره بر چی؟ نه بله، ببینید دو تا شد فعلا، نرخ حقیقی ارز، نرخ اسمی ارز، دو تا دیگه موند. حساب سرمایه. به احسنت، NX. NX یعنی چی دوستان؟ خالصه؟ NX یعنی خالص صادرات. خالص صادرات شامل دو تا متغیره، صادرات منهای واردات، درست شد؟ صادرات نت اکسپورت، صادرات منهای واردات. پس شما صادرات رو باید بدونید، واردات رو باید بدونید، نرخ بهره واقعی رو باید بدونید، نرخ بهره اسمی رو باید بدونید. خب حالا سوال اینجاست، نرخ اولا که صادرات و واردات رو جداگانه ما اصلا تحلیل نمی کنیم. خیلی راحت ما صادرات رو به همراه واردات تحلیل می کنیم، صادرات منهای واردات رو تحلیل می کنیم. هیچ وقت نمیگیم صادرات به تنهایی چه می شود، واردات به تنهایی چه می شود. چرا نمیگیم؟ چون یا شرایط اقتصاد ملی به نحوی است که مثلا شما فرش دستباف صادر می کنید، یا به نحوی است که فرش دستباف وارد می کنید.
و اینها نقیض همدیگه هستند، اینها در تضاد با همدیگه قرار دارند. پس شما همواره میتونید روی صادرات منهای واردات صحبت کنید، بگید شرایط چنان جلو میرفتد که مثلا صادرات منهای واردات افزایش پیدا میکنه، منظور این است که صادرات افزایش پیدا میکنه، واردات کاهش پیدا میکنه، یا برعکس صادرات منهای واردات که نت اکسپورت یا خالص صادرات مینامیم کاهش پیدا میکنه. وقتی میگیم نت اکسپورت کاهش پیدا میکنه، یعنی صادرات کاهش پیدا میکنه، واردات افزایش پیدا میکنه، اینا همزمان اتفاق میفتن. دقت فرمودید؟ خیلی خب، حالا از اون طرف یک حساب سرمایه داریم. حساب سرمایه جریانش چیه؟ آها، آفرین آقای جعفری، باریکلا. آفرین آقای جعفری. آقای جعفری NOC مخفف چی بود؟ ماشاءالله. احسنت، احسنت. احسنت. بسیار خوب، همون مقداری که شما مثلا خالص صادرات داری، دقت میفرمایید، به همون میزان شما باید چی داشته باشید؟ خالص صادرات دارید، شما باید به همون میزان چی داشته باشید؟ خروج سرمایه باید داشته باشید. به همون میزان که مازاد صادرات دارید، مازاد واردات دارید، به همون میزان که صادرات خالص صادرات شما منفی میشه، شما باید این پولش از یک جای بیارید، باید چی داشته باشید؟ به همون میزان خروج ورود سرمایه باید داشته باشید. اگر میخواید وارداتتون رو افزایش بدید، باید سرمایه‌گذار خارجی جذب کنید، باید سرمایه از خارج جذب کنید که وارداتتون رو افزایش بدید. اگر میخواید صادراتتون رو افزایش بدید، باید چیکار کنید؟ بیش از حد بالا ببرید. خالص صادراتتون رو میخواید مثبت کنید، خالص صادرات مثبت یعنی خروج سرمایه. توجه فرمودید؟ پس اگر نمیخواید هیچ کدوم از اینا رو داشته باشید، باید متعادل باشه، به مقداری که صادر میکنید به همون مقدارم وارد کنید. مشخص شد؟ تا اینجا یه مقداری ما یاد گرفتیم، نه؟ خب، حالا ما یه چیز دیگر رو مطرح کردیم تحت عنوان نرخ ارز حقیقی. اولا نرخ ارز حقیقی رو در فصل 6 چگونه نشون میدادیم؟ یعنی نماد نرخ ارز حقیقی چه بود؟ یادتونه؟ نه، پای نبود. نه، آرام نبود. اپسیلون بود. باریکل. اپسیلون بود. نماد نرخ ارز اسمی چه بود؟ ای بود. آفرین، آفرین، ای بود. دقت می‌فرمایید؟ خب، دقت بفرمایید. ما در ای، اولا یه توضیح خدمت شما بدم، ما در وقتی می‌خوایم ای رو محاسبه کنیم، ارز ملی رو پایه می‌گیریم، می‌گیم به ازای یک واحد ارز ملی چقدر ارز خارجی. پس واحد ای چیه؟ واحد ای چیه؟ نه نه نه، اصلا آقای میرزایی، واحد ای اصلا کالا نیست. ای اصلا کالا نیست. احسنت آقای رنجبرد. اینجوری در نظر بگیرید، مثلا در کتاب نوشته یک دلار آمریکا معادل 100 ین ژاپن. پس واحد 100 ین ژاپن به ازای هر یک دلار آمریکاست. اینجا یو اس دی در مقابل یک ریاله. دقت می‌فرمایید؟ یو اس دی در مقابل یک ریاله. اینو بدونید. حالا یک ریال چقدر چند دلار میشه؟ میشه 0.1 یا چند تا صفر پشت سر هم باید بگذارید، بعد بذارید. ولی اگر اجازه میدادم ما درستش کنیم، در عرض 3 4 سال در واقع میگفتیم یک دلار در مقابل یک ریال. خب حالا ببینید، پس چه شد؟ پس واحد ای رو که در نظر، ای رو به واحد پول خارجی در نظر میگیریم، مثلا به واحد دلار در نظر میگیریم، ای میشه دلار برای یک واحد پول ملی. دقت فرمودید؟ این از این. ای پس ارز اسمی است، ای یک قیمته. دقت فرمودید؟ خب این از این، اینو بذاریم کنار. اپسیلون چیه؟ اولا اسم اپسیلون چیه؟ نه 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 نه، پول واقعی نیست، واقعیه ولی پول واقعی نیست، چون پول واقعی میشد امپیوم، یادتونه؟ پول واقعی میشد امپیوم، که میگفتیم این پول معادل چه مقدار کالاست، به کالا، به واحدش رو به کالا تبدیل میکردیم، میگفتیم اندازه پول ما مثلا 50 تن کالاست، 50 عدد کالاست. خب آها، احسنت. اپسیلون نرخ ارز واقعی است. نرخ ارز واقعی، دقت بفرمایید، قیمت کالای چیه به کالای چی؟
آها، نوشتنش ساده است. ای ضرب در پی تقسیم بر پی استار. بله، راحت نوشتنش، ولی منظور چیه؟ قیمت کالای داخلی به کالای خارجی. دوستان دقت بفرمایید. قیمت کالای داخلی به کالای خارجی وقتی هر دو کالا رو به کدوم قیمت داریم نشون میدیم؟ نسبت. ببخشید، اصلا اپسیلون قیمت نیست، اپسیلون نسبته. نسبت قیمت کالای داخلی به قیمت کالای خارجی. نسبت قیمت کالای داخلی به قیمت کالای خارجی. آیا این وقتی میخوایم قیمت کالای داخلی و قیمت کالای خارجی رو تعیین کنیم، به ریال تعیین میکنیم یا به دلار تعیین میکنیم در ایران و در خارج؟ اشتباه گفتید. بعد حالا دارید درست میگید. نه، فرق داره آقای کمالزاده، فرق داره، فرق داره. اون فرمول رو قبلا کی نوشته بود؟ دوباره بنویسه یا خودم ایزه بدید کپی کنم؟ آقای جعفری ماشاءالله همه چی یادشه. خب فرمول ببینید، دیگه کسی ننویسه لطفا. آها آفر، ببین فرمول ببینید دوستان. میگه پی استار. پی استار چیه؟ قیمت همون کالا، یه کالای خاص رو در نظر میگیری، هر چیزی، یه دونه شتر مثلا. خب قیمت شتر در آمریکا چنده؟ این میشه پی استار. به چی؟ پی استار رو ضرب در چیزی که نکردیم که. قیمت شتر در آمریکا رو به چی در نظر گرفتیم دوستان؟ به دلار یا به ریال؟ در آمریکا به دلار میسنجیم یا به ریال میسنجیم؟ اون پی استار رو ببینید. آفرین، به دلار. قیمت شتر در ایران رو میگیریم، منتها ضرب در ای میکنیم. وقتی قیمت شتر در ایران رو گرفتیم، ضرب در ای کردیم، قیمت شتر در ایران به ریاله. وقتی ضرب در ای میشه به چی میشه؟ به چی تبدیل میشه؟ به دلار. پس ما دلار در صورت، دلار در مخرج، دلار در صورت، دلار در مخرج، اینا رو بر هم دیگه تقسیم میکنیم، میبینیم قیمت یک شتر در امریکا، شما با در امریکا مثلا با یه مبلغ پولی میتونی یه دونه شتر بخری، در ایران 5 تا شتر میتونی بخری. دقت میفرمایید؟ اگر در ایران 5 تا شتر بتونی بخری، در آمریکا یه دونه شتر بتونی بخری، آیا احسنت؟ بله، ربط داره به همون پی پی پی. همون پی 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 نیست، دقت میکنید؟ ربط داره به همون پی پی پی، یعنی پرچیزینگ پاور. اونجا پرچیزینگ پاور پاریتی هست، میگه باید با هم دیگه برابر باشن. اینجا هیچ شرط برابری نمیذاره، میگه اگر که قیمت شتر انقدر تو آمریکا بالا بود که با پول یک شتر در آمریکا بتونی تو ایران 5 تا شتر بخری، چه اتفاقی میفته؟ شما میری تو یه دونه شتر میبری آمریکا، میفروشی اونجا، پول 5 تا شتر رو گیر میاری، میاری ایران، تبدیل به ریال میکنی، 5 تا شتر میخری، این دفعه 5 تا شتر میاری میفروشی. درسته؟ درست شد دوستان؟ پس صادرات شکل میگیره. آره، شتر خارج میشه. دقت میفرمایید؟ پس اگر قیمت شتر، آها، پس ببینید حالا چگونه رو قیمت ما نشون میدیم، با چگونه هست. ببینید، میگیم قیمت شتر مثلا در ایران هست چقدر؟ مثلا قیمت شتر در ایران هست 10 میلیون تومان. درسته؟ این 10 میلیون تومان رو میایم تبدیل میکنیم، یا 25 میلیون تومان. این 25 میلیون تومان رو میایم ضرب داره، ضرب داره یک عددی میکنیم، حالا نمیدونم 0 ممیز، مثلا نمیدونم 0 0 0 مثلا 4، ضرب داره یک عددی میکنیم که دقیقاً میشه به دست آورد. بعد 1 بر 25 هزار، یعنی تقسیم بر 25 هزار میکنیم. من میخوام ضرب کنم، من اصلا به طور مشخص 1 رو تقسیم بر 25 هزار بکنید به من بگید چند میشه. فکر میکنم میشه 1 4 تا 0 4، یا 5 تا 0 4. به ریال هم تبدیل کنید، 1 رو تقسیم بر 25 هزار بکنید، 1 رو تقسیم بر 25 هزار بکنید میشه 1، ببخشید میشه 0.5 تا 0.4. درسته؟ حالا 25 هزار تومن و 25 میلیون تومن و وقتی ضرب در این عدد بکنیم میشه چقدر؟ میشه 1000 دلار. حالا که ما میگیم 1000 دلار، نه نمیشه 1، میشه 1000 دلار. پس این ببینید، الان من می‌نویسم اینجا 25 رو ضرب در 0.4، 5 تا 0 4 کردم، دقیقاً درآوردم 25 میلیون تومان یا 250 میلیون ریال. البته بعد میگم با
بعد می نوشتم 250 میلیون ریال. بله، بعد می نوشتم 250 میلیون، این تومان و ریال هم برای ما گرفتاریه دیگه. 250 میلیون ریال، ضرب در 0 1 2 3 4 5 4 مساوی با دلار 1000. 250 میلیون ریال معادل 1000 دلار قیمت یک شتر در ایران. فرض کنید که قیمت شتر در آمریکا هست 5000 دلار. پس پی یکمون اون بود، پی استارمون قیمت شتر در امریکا هست چقدر؟ از 5000 دلار. 5000 دلار. خب دوستان اپسیلون رو بخواید به دست بیارید، اپسیلون اینجا چی میشه؟ اپسیلون چی میشه؟ میشه 1000 تقسیم بر 5000. 1000 واحدش چی بود؟ احسنت، میشه 0.2 یا 1/5. 1000 واحدش چی بود؟ دلار. 5000 واحدش چی بود؟ دلار. دلار رو یعنی به قیمت کالای داخلی رو به قیمت خارجی، قیمت کالای خارجی رو به قیمت خارجی، اول قیمت کالای داخلی رو بعد قیمت کالای خارجی رو، اینها رو تقسیم بر هم دیگه میکنیم. اگر بالاتر از یک بود واردات صورت میگیره، اگر کوچکتر از یک بود صادرات صورت میگیره. هرچه این نرخ کمتر باشه صادرات شما چی میشه؟ بیشتر میشه، وارداتتونم همزمان کمتر میشه. متوجه شدی؟ پس رابطه بین اپسیلون، احسن، پس میصرف شطور رو صادر کنی. اگر برعکس بود چی؟ حالا یک کالای دیگر در نظر بگیرید. فرض کنید قیمت کامپیوتر در ایران هست 5000 دلار، پس پی مساوی است با 5000 دلار. یه عدد دیگه مثال بزنم، پی هست مثلا قیمت کامپیوتر در ایران هست 2000 دلار، قیمت همون کامپیوتر در بازار آمریکا هست 1000 دلار. حالا اگر اینو به دلار بیان کردم دیگه ایو نمیذارم، دقت فرمودید، ای ضرب در پی دیگه ننوشتم، چون هر دو رو به دلار وارد به دلار نوشتم. حالا اپسیلون ما چند میشه؟ اپسیلون ما چون 2000 هم به دلار نوشتم، تقسیم بر 1000 میکنم باز به دلار، مساوی میشه با 2. اگر اپسیلون شما بزرگتر از یک شد، آیا صادرات صرف داره یا واردات صرف داره؟ احسن، واردات صرف داره. حالا اگر شرایطی در این اقتصاد این خراب شده به وجود اومد، منظورم یه جای دیگه بود، البته شرایطی به وجود اومد که 50 سال این اپسیلون شما مثلا بوده 2، بعد یه اتفاقی بیفته اپسیلون شما بشه مثلا نیم، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اگر یک شرایطی پیش بیاد اپسیلون شما بوده 2 بعد تبدیل بشه به نیم، چه اتفاقی میفته؟ آها، از یک کشور وارد کننده تبدیل میشه به یک کشور صادر کننده، درسته؟ احسن، صادرات یه دفعه صادرات شروع میشه، واردات هم متوقف میشه. حالا در یک کشوری این اتفاق افتاده، تحریم شده، قیمت ارز چفسایش پیدا کرده، رفته بالا، قیمت ارز تعادلی قرار گرفته، بیماری هلندی تموم شده، بعد شما میبینید همون کشوری که تا 2 سال پیش میگفت که مثلا سامسونگ خداست، LG خداست، حالا خود این کشور، من اطلاع دقیق دارم، آقای شیخ بهایی اینجا هستن دیگه، آقای شیخ بهایی خودش متخصص این قضیه است در زمینه لوازم خانگی. خب چی شده؟ رفتیم یخچال گرفتیم باز کردیم، همشو قطعه کردیم، بعد مهندسی معکوس کردیم یخچال ساختیم، تلویزیون رو گرفتیم باز کردیم، مهندسی معکوس کردیم تلویزیون ساختیم، همش هم که ساخت ایران نیست، ولی این اتفاق افتاده. یعنی کشوری که تا 2 سال پیش همین کارخونه‌ها داشته قصده می شده، الان برعکس شده، الان داره باز میشه. چرا؟ اون وقت مثلا اپسیلون شما بوده 2، الان اپسیلون شما هست نیم، اصلا کاملا شرایط تغییر خواهد کرد. پس الان اپسیلون شناختید، ای رو هم شناختید. اگر خاطرتون باشه قبلا ما یک رابطه‌ای داشتیم وقتی می‌خواستیم NX رو تعیین کنیم، NX یعنی نت اکسپورت، یعنی صادرات منهای واردات. وقتی می‌خواستیم صادرات منهای واردات رو تعیین کنیم، در نمودارمون در مقابل صادرات منهای واردات چه قرار میدادیم؟ یعنی میگفتیم اگر چیو به من بدی من به شما میگم چقدر صادرات منهای واردات شما مثلا تغییر خواهد کرد. همین اپسیلون همین نرخ بهره، نرخ ارز واقعی بود، دقیق میفرمایید همین نرخ ارز واقعی. آها آفرین، نه ببینید وای بخشی از وای ان اکسه. حالا شما یه قدم جلوتر رفتید، آشفایی قدم هم یه پرشی داشت. اول میگفتیم بین NX و اپسیلون، بین
بین خالص صادرات و نرخ ارز حقیقی یک رابطه منفی وجود داره. نرخ ارز، نرخ پول ملی که وارد بالا بره، صادرات کم میشه یا زیاد میشه دوستان؟ پول ملی، قیمت ارز حقیقی، اگر قیمت ارز حقیقی اگر بالا بره، صادرات کم میشه یا زیاد میشه؟ کم میشه دیگه، اشتباه گفتید. قیمت وقتی که ارزش پول ملی افزایش پیدا میکنه، وقتی در یک کشوری دلار ارزان میشه، ریال گران میشه، چه اتفاقی برای اون کشور میفته؟ شما بگید. خب 50 سال اقتصاددانان وطنی مدل بومی اقتصاد ایران این بوده که سعی میشده به واردات سوبسید بدیم، از صادرات مالیات بگیریم. بله، دقت فرمودید؟ بیماری هلندی داشتیم، 50 سال این قضیه ادامه داشتیم. پس رابطه بین نرخ ارز حقیقی، بازم مجددا عرض میکنم خدمتتون، نرخ ارز حقیقی یعنی چی؟ احسنت، بارکالله آقای عزیز، آقای عزیز، آقای کمالزاده، بارکالله آقای جعفری. آره، نسبت ارزش کالای داخلی به کالای خارجی، چقدر شما با یک کالای داخلی، چقدر کالای خارجی، همون کالا رو میتونید در خارج بخرید، یا با یک کالا در خارج چقدر همون رو میتونید در داخل بخرید. دقت فرمودید؟ این میشه یعنی نسبت دو تا کالا به هم، دو تا عدد کالا، یعنی نسبت مقدار کالا به مقدار کالاست. دقت فرمودید؟ البته کالا با کالا، بعد کالا با کالا فرق میکنه، ولی شما میتونید متوسطش هم به دست بیارید آقای رنجبران. یعنی شما میای اپسیلون رو برای همه کالاهایی که در صادرات و واردات شما نقش داره حساب میکنی، بعد میای میانگین وزنی میگیری از اینها و میرسیم به نرخ ارز حقیقی. اصلا کسی تو ایران تا حالا این کارا انجام داده؟ نمیدونم، فکر نمیکنم اصلا انجام شده باشه. تا اینجا اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه میخوایم یه دفعه گازشو بگیریم بریم. خب دوستان ببینم سوال چی بوده. وقتی نرخ از یک عبور کند، خالص صادرات از صفر عبور میکنه؟ نه، ما نمیتونیم بگیم که دقیقاً، اصلا چنین چیزی نیست. یعنی اینجوری نیست که این منحنی NX ما از صفر عبور کنه. دقت میکنید؟ یعنی وقتی یک هست، ممکنه که خالص صادرات مثبت باشه یا منفی باشه، اما رابطه نزولیه. الان خدا رو شکر که داره شما متوجه شدید که ای در واقع وقتی ای افزایش پیدا میکنه، نرخ ارز مثلا در ایران داره افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه؟ آفرین. وقتی ای افزایش پیدا میکنه، یعنی نرخ ارز در ایران کاهش پیدا کرده. ملاحظه بفرمایید. خب ما میخوایم که برای اقتصاد کوچک بیام این مدلی که قبلا با هم دیگه جلو رفته بودیم و هیچ مشکلی نداشتیم، الان میخوایم اینو حل کنیم. یعنی میخوام ببینیم اگر اقتصاد باز کوچک بود چه اتفاقی میفته. تعریف اقتصاد باز کوچک این هست که کپیتال موبیلیتی وجود داره. یعنی چه کپیتال موبیلیتی وجود داره؟ ببینید اینجا هم نوشته کپیتال موبیلیتی. یعنی چه کپیتال موبیلیتی وجود داره؟ یعنی اینکه سرمایه میتونه وارد و خارج بشه. اگر نرخ بهره از نرخ بهره جهانی در این کشور بالاتر باشه، شما ملاحظه میکنید یه دفعه هجوم سرمایه به سمت اون کشور میاد. یعنی در واقع خیلی راحت افراد از کشورهای دیگه میان در بانک اون کشور خاص سپرده گذاری میکنند. چرا؟ چون نرخ بهره بالاتره. اگر نرخ بهره پایین تر باشه نسبت به نرخ بهره جهانی، شما میبینید بلافاصله خروج سرمایه صورت میگیره. کسانی که پول سپرده کرده بودن در بانک های اون کشور مثلا خارج میکنن، میرن ترکیه سپرده گذاری میکنن به همین راحتی. پس فرضه اصلا تعریف اقتصاد باز کوچک اقتصادی است که سرمایه میتونه به آزادی، به راحتی سرمایه میتونه چکار کنه؟ سرمایه میتونه حرکت کنه، میتونه جابجایی داشته باشه. پس اگر که شما جابجایی سرمایه داشته باشید، اجازه کپیتال موبیلیتی بدید، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این هست که اقتصاد باز کوچک، نرخ بهره در داخل اقتصاد با نرخ بهره جهانی همسو خواهد بود. نه فقط این هست، بلکه در آینده خواهیم دید که در یک اقتصاد باز کوچک سیاست این خواهد بود که به محض اینکه نرخ بهره در اقتصاد جهانی تغییر می‌کند،
نرخ بهره در اقتصاد باز کوچک هم تغییر میکنه. یعنی کشوری رو اقتصاد باز کوچک فالو میکنه، کشوری رو اقتصاد باز کوچک تقلید میکنه و نرخ ارزشون نسبت به اون اقتصاد تثبیت میکنه و فیکس میکنه، یا به عبارتی در زبان انگلیسی و در ادبیات اقتصادی میگن پگد میکنه. پگد میکنه یعنی تثبیت میکنه نرخ ارز رو. دقت میفرمایید؟ و اون کشوری رو که نرخ ارز به نفع اون کشور پگ میشه، اون کشور در واقع هر سیاست نرخ بهره‌ای که داشته باشه، کشور فالوئر یا کشور مقلد، دقیقا همون سیاست ارزی رو، همون سیاست پولی رو باید دنبال کنه. نه فقط نرخ بهره از طریق واردات و صادرات سرمایه با نرخ بهره جهانی یکی خواهد شد، بلکه حتی بانک مرکزی کشورهایی که نرخ ارز رو تثبیت می کنند باید کاملا تابع کشور در واقع مرجع خودشون باشند، مثل عراق، مثل امارات، مثل عربستان. اینا کشورهایی هستن که نرخ ارز رو به دلار آمریکا پک کردند، به دلار آمریکا تثبیت کردند. دقت می‌فرمایید؟ کاملا تبعیت می‌کنند از نرخ بهره، تغییرات نرخ بهره در آمریکا. وقتی FOMC Federal Open Market Committee نرخ بهره رو در امریکا تغییر میده، نرخ بهره پایه رو یا نرخ بهره بین بانکی رو در امریکا تغییر میده، بلا فاصله شما ملاحظه میکنید که نرخ بهره در مثلا کشور امارات دقیقا در صبح، مثلا اگر در امریکا ساعت مثلا 9 شب به وقت امارات این نرخ بهره تعیین شده، صبح مثلا 8 صبح روز مثلا سه‌شنبه که مثلا دوشنبه شب امارات اون نرخ تغییر کرده، 8 صبح روز سه‌شنبه نرخ بهره در امارات تغییر میکنه. یعنی کاملا همسویی وجود داره. دقت می‌فرمایید؟ یعنی نرخ بهره این کشور، اصلا کشور سیاست پولی ندارد، سیاست پولی رو از کشور مرجع کسب میکند، کسب اجازه میکند. اگر کشور امارات تونسته 50 سال در تثبیت نرخ ارز موفق بشه و کشور ایران نتوانسته از موفق بشه، به این دلیله که کشور امارات نرخ بهره جهانی رو پذیرفته، نرخ بهره دلار رو پذیرفته. اگر بسیاری از کشورهای افریقایی موفق هستند در سیاست گذاری تثبیت نرخ ارز، به این دلیل هست که نرخ ارز خودشون رو به یورو در اتحادیه اروپا پک کردن، تثبیت کردن به نرخ ارز یورو. هر وقت ECB European Central Bank هر وقت ECB نرخ ارز رو، نرخ ارز هدف رو، نرخ ارز بین ببخشید نرخ بهره رو، نرخ بهره بین بانکی رو مثلا 0.25% افزایش میده، شما ملاحظه میکنید که بلافاصله اون کشور آفریقایی هم نرخ بهره رو افزایش میده. کشور افغانستان اگر موفق شده در سالهای گذشته نرخ تورم رو به حدود 5% در حدود 5% تثبیت کنه، مجدداً به همین دلیل هست. بنابراین از همین ابتدا ما رفت به نتیجه گیری در اقتصاد باز کوچک، توصیه سیاست گذاری اینه که شما نرخ ارزتون رو چیکار کنید؟ نرخ ارزتون رو فیکس کنید، نرخ ارز ثابت داشته باشید. نرخ فلوتینگ یا شناور برای نرخ ارز صلاح نیست در کشورهای کوچک. حالا چرا اینطور هست؟ الان خدمتتون توضیح میدیم، یعنی کامل مدل رو خدمتتون ارائه میدیم. اما ما وقتی که تعادل بازار کالا داشتیم، در قبل ما یک منحنی داشتیم به نام منحنی IS. الان اینجا ما منحنی چی داریم؟ ما اینجا دیگه منحنی IS دیگه نداریم، ما یک منحنی IS star داریم. پس ما کل ساختار گذشته رو گرفتیم، داریم تغییرات عمده توش به وجود میاریم. اگر خاطرتون باشه قبلا وقتی که ما منحنی IS داشتیم، مقدار سرمایه گذاری وابسته بود به نرخ بهره در اقتصاد داخلی. الان که اقتصاد باز داریم، مقدار سرمایه گذاری وابسته است باز به نرخ بهره، منتها نرخ بهره خودش با نرخ بهره جهانی تنظیم میشه. پس الان ما یک رابطه اینجا داریم تعیین میکنیم به نام IS star که رابطه بین تولید رو نمایش میدهد و رابطه بین نرخ بهره جهانی رو نمایش میدهد. این رو تا اینجا داشته باشید. یک نکته دیگه، ما یک تغییر دیگه به وجود آوردیم، اونم این بود که خالص صادرات رو هم اضافه کردیم. اگر خاطرتون باشه در فصل 6 هم خالص صادرات رو ما اضافه کرده بودیم. حالا اون زمان در فصل 6 NX ما با چه متغیری رابطه داشت؟
خالص صادرات ما، صادرات منهای واردات تابعی از کدام متغیر بود؟ NX ما با S منهای I کاملا رابطه یک به یک داشت. ما قبلا اعلام کرده بودیم، قبلا هر چه صحبت می کردیم با شما می گفتیم که آقا NX یک رابطه داره با چی؟ با اپسیلون. اپسیلونی که الان خدمت شما توضیح دادیم، دقت می فرمایید، گفتیم که صادرات زیاد میشه، واردات کم میشه اگر قیمت داخل، مقداری که شما میتونید یه مقدار پولی رو از داخل خریداری کنید و خارج خریداری کنید، اگر از داخل بیشتر به صرفه باشه، اون وقت NXتون میره بالا، NXتون مثبت میشه. برعکس، اگر اپسیلون شما، نرخ ارز حقیقی شما مثلا کاهش پیدا کنه، چه اتفاقی برای NX شما میفته؟ مقدار ارز حقیقی، مقدار در واقع ارز حقیقی کاهش پیدا کنه، برای NX شما چه اتفاقی میفته؟ NX شما رشد میکنه. چرا رشد میکنه؟ چون قیمت کالا NX در واقع اپسیلون در واقع قیمت کالا رو در داخل نسبت به خارج نشون میده. اگر قیمت کالا در داخل نسبت به خارج ارزان باشد، صادرات صورت میگیره، واردات انجام نمیشه، چون واردات نمیتونه رقابت کنه با کالای داخلی. پس ما قبلا یک توضیحات بسیطی دادیم که آقا NX رابطه با E نداره ها، NX رابطه با نرخ ارز نداره ها، NX رابطه با چی داره؟ با نرخ ارز حقیقی داره، با اپسیلون داره، با نرخ ارز حقیقی NX رابطه داره. صادرات و واردات با نرخ ارز حقیقی هستن که رابطه دارن. با گرانی و ارزانی کالا در اقتصاد ملی نسبت به اقتصاد جهانی است که رابطه داره. حالا شما ببینید چه اتفاق اینجا افتاده، ببینید حالا چه کردیم. دوستان اینجا رو ببینید، NX رابطه با چی داره اینجا؟ الان در اسلایدی که خدمتتون نشون دادم، NX رابطه با چی داشت؟ با ای رابطه داره، با نرخ ارز اسمی رابطه داره. خب حالا ما یه جایزه در نظر بگیریم. جایزه اینه که شما 5 تا مثبت اینجا روی صفحه دریافت می‌کنید. من 5 تا مثبت براتون می‌ذارم می‌نویسم. دوستان عزیز چه اتفاقی افتاده که ما به جای اپسیلون NX، به جای اینکه NX رو با اپسیلون رابطه بدیم، NX رو به نرخ ارز اسمی مربوط کردیم، به این نرخ ارزی که امروز مثلا 27000 تومان در بازار بوده مربوط کردیم. چه اتفاقی افتاده؟ چون IS با نرخ اسمی است؟ نه، چون پک شده است. خیر، کالا بررسی میشه نه قیمت. خیر، نه، نرخ سود با نرخ بهره جهانی یکی است، ربطی به اون NX ما نداره، با اپسیلون و ای نداره. اقتصاد باز از سیاست نه. ای وای من اپسیلون کوچک شده. خیر، بیشتر نرخ بهره اثرگذار. نه خیر، ارز ما خونسا هست. مطلقا خونسا نیست. کی گفته ارز ما خونسا هست؟ خب آقای جعفری، یک رابطه فرمولی رو نوشتیم و اونجا کپی کردیم پیست کردیم، میشه دوباره فرمول رو بنویسی؟ در کوتاه مدت، احسنت خانم لبافی، باریکلا خانم لبافی درست نوشتن، در کوتاه مدت پی ثابت است. آفرین. چون ببینید اپسیلون چی بود؟ ببینم آقای چیز می نویسه اپسیلون رو، آقای جعفری کپی پیست میکنه. اپسیلون چی بود؟ ببینم بقیه دوستان، خیلی تعداد دوستانی که مطلب می نویسن. آفرین، اپسیلون بود ای ضرب در پی تقسیم بر پی استار. در کوتاه مدت پی ثابته، پی استار هم ثابته. ما داریم الان اقتصاد کوتاه مدت رو بررسی میکنیم. چون اقتصاد کوتاه مدت رو بررسی میکنیم، اگر NX با اپسیلون رابطه داشته باشه، NX با E هم رابطه خواهد داشت. دقت فرمودید، اقتصاد کوتاه مدته. بعد میریم به سمت اقتصاد بلند مدت، میبینیم در اقتصاد بلند مدت چه اتفاقی خواهد افتاد. باریکلا. پس خانم لبافی براش 5 تا مثبت بذاریم اینجا برای خانم لبافی. بعد زیاد شد فکر کنم، 6 تا شد فکر کنم، بذار بشمرم. نمیدونم شما بشمری چند تا شد. زیادی ندیم مثبت ها رو. بسیار خب، مجددا جلو میریم. پس ببینید، ما منحنی آی اس قبلا داشتیم، تحت عنوان منحنی آی اس داخلی به حساب می اومد. الان یک منحنی آی اس داریم که تجارت خارجی هم درش مطرح هست. در منحنی آی اس خارجی
ما به جای نرخ بهره داخلی نرخ بهره جهانی رو میگذاریم، به جای nx، به جای اینکه nx رو به عنوان تابعی از اپسیلون در نظر بگیریم، nx رو تابعی از نرخ ارز در نظر گرفتیم، نرخ ارز اسمی در نظر گرفتیم. چرا؟ چون این منحنی یک منحنی کوتاه مدتی هست که تجارت خارجی هم درش هست. در گذشته اصلا NX نداشتیم، البته NX داشتیم در گذشته، منتها NX رو صفر در نظر گرفته بودیم، فرض میکردیم تراز تجارت خارجی وجود داره یا اصلا کلا تجارت خارجی وجود نداره، یا فرض میکردیم تجارت خارجی بسته است، یا تجارت خارجی نسبت به کل تجارت کوچک است، یا فرض میکردیم که تجارت خارجی تراز هست. و بعد اومدیم NX رو به عنوان تابعی از اپسیلون در نظر گرفتیم. ولی در مدل مادلن فلیمی NX رو به عنوان تابعی از نرخ ارز حقیقی در نظر میگیرند. حالا دقت بفرمایید اینجا رو، این رو ببینید. در اینجا Y رو مساوی با C Y منهای T در نظر میگیریم. Y منهای T درآمد قابل تصرف بود، درآمدی که خانوار کسب میکنه اما مالیاتی باید پرداخت کنه به دولت. اینو قبلا خاطرتون هست. آی رو به عنوان رابطه به عنوان تابعی از نرخ بهره جهانی اینجا در نظر میگیریم. جی که هزینه های دولت هست مثل قبل میمونه. ان اکس رو به عنوان رابطه‌ای به عنوان تابعی از نرخ ارز اسمی در نظر میگیریم. چون ان اکس با اپسیلون رابطه معکوس داشت، به همون صورت ان اکس با ای هم رابطه معکوس خواهد داشت. بنابراین اگر مثلا ای کاهش پیدا کنه، ان اکس افزایش پیدا میکنه. پس رابطه اینا عکس هم هست. اگر ان اکس افزایش پیدا کنه، ملاحظه میفرمایید در این رابطه وای افزایش پیدا میکنه. پس رابطه بین ای و وای یک رابطه معکوسه. ما به این صورت مجددا منحنی آی اس رو داریم بنا میکنیم. منتها قبلا منحنی آی اس ما بین وای و نرخ بهره بوده، الان منحنی آی اس استار ما بین وای و نرخ ارز اسمی هست. دقت میفرمایید که ما چقدر هم حرکت کردیم. از رابطه بین وای و آر رفتیم به سمت رابطه بین وای و آر استار، بعد رفتیم به سمت رابطه بین وای و اپسیلون، و در نهایت رفتیم به سمت رابطه بین وای و ای. پس بین وای و ای یک رابطه معکوس وجود داره، به دلیل اینکه خالص صادرات رو ما در مدل وارد کرد. بله، حالا ملاحظه بفرمایید. از سوی دیگر اگر ما رابطه‌ای که برای عرضه و تقاضای پول داشتیم اگر در نظر بگیریم مجدداً، M تقسیم بر P که در واقع مقدار واقعی پول رو به ما برای ما مشخص می‌کرد، یا مقدار کالایی پول رو برای ما مشخص می‌کرد، امپیوم واحدش واحد کالا بود. قبلا ما داشتیم که امپیوم مساوی است با مقدار پول واقعی مساوی است با یک تابعی. این ال خودش یک تابع، میگه یک تابعی هست، مثل اف که خیلی جا اف میذاریم، الان ال گذاشتیم. اسم این منحنی هم میذاریم لیکویدیتی پریفرنس. دقت میفرمایید این منحنی در واقع ترجیح نقدینگی بود. خب قبلا آر گذاشته بودیم در این منحنی، الان آر استار میگذاریم. قبلا وای گذاشته بودیم، الان همون وای میمونه، وای رو تغییر نمیدیم. حالا میگیم رابطه بین، خب ما قبلا رابطه بین در امپیوم رابطه بین وای و آر یا وای و آر استار رو در نظر میگرفتیم. حالا رابطه بین وای و ای چه میشود؟ خب میگه منحنی LM star رو، حالا دیگه LM نداریم، میخوایم LM star رو به دست بیاریم. LM رابطه بین Y و R بود، LM star رابطه بین Y و E هست. ما میگیم این رابطه کاملا عمودی است، زیرا برای مقادیر مشخص R star تنها یک مقدار Y وجود دارد که بدون در نظر گرفتن ای تقاضای پول را با تقاضای پول را با عرضه پول برابر می کند. دقیق فرمودید؟ پس رابطه LM ما حساس نیست نسبت به نرخ‌های ارز متفاوت. در واقع منحنی LM ما سعی می کند تعادل رو در بازار پول به اجرا در بیاورد. بسیار
من فقط چند دقیقه با اجازه شما از روی کتاب مجددا خدمت شما توضیح میدم که اگر مشکلی هست حل بشه. البته من همه این مسائل رو توضیح داده بودم و سریع جلو میرم. اینجا رابطه بین آر اینجا نشون میده که از این به بعد دیگه آر مساوی با آر استار است برای مدتی، یعنی نرخ بهره داخلی با نرخ بهره جهانی یکی میشه، یکی در نظر میگیریم. عرض کردم خدمتتون که آی رو رابطه ای از آر میگیره، ان ایکس رو رابطه ای از اپسیلون میگیره. البته اینجا باید آی آر استار بگذاره که در اسلاید های هم آی آر استار گذاشته. خب ما در مورد اپسیلون صحبت کردیم که هست ای پی تقسیم بر پی استار، این هم خدمت شما نشون دادیم. در نهایت رسیدیم، احسنت، اینجا رسیدیم به آی اس استار. میبینید اینجا یک استار اضافه شده، آی اس استار، که رابطه چه هست؟ رابطه ای قبلا داشتیم، رابطه آی اسی که قبلا داشتیم، منتها الان دیگه به جای آر گذاشتیم آر استار، به جای اپسیلون گذاشتیم ای. دو تا تغییر عمده به وجود آوردیم. خیلی خوب، حالا اینجا رو ببینید، اینجا در کتاب خیلی بهتر از اسلاید ها اومده توضیح داده. کتاب چی میگه؟ کتاب میگه ببینید یک رابطه از بین منحنی اول، منحنی A، منحنی B و منحنی C. خب ما با هم دیگه بریم جلو ببینیم این منحنی ها چگونه با هم کار میکنن. اول رابطه اکسچنج ریت رو شما در نظر بگیرید، نرخ ارز اسمی رو در نظر بگیرید با خالص صادرات. عرض کردیم چون قیمت ها در داخل و خارج در کوتاه مدت ثابت هست، پس فرقی نمی کنه که شما ای بذاری یا اپسیلون بذاری. ما قبلا رابطه بین اپسیلون و نت اکسپورت رو بیان کرده بودیم، گفتیم اگر که اپسیلون بالا بره، الان اینجا اگر نرخ ارز اسمی بالا بره، منظورمون از این که نرخ ارز اسمی بالا بره اینه که پول ملی تقویت بشه در مقابل پولهای خارجی. اگر پول ملی در مقابل پولهای خارجی تقویت بشه، ملاحظه می‌فرمایید که خالص صادرات ما کاهش پیدا می‌کنه. چرا؟ چون کالای خارجی ارزان می‌شود، کالای داخلی گران می‌شود. خب ما حالا یک منحنی دیگری رسم می‌کنیم که رابطه بین تولید و تغییرات نرخ ارز اسمی رو به دست می‌یاریم. این خیلی ساده هست. چرا؟ برای که nx بخشی از y هست. بنابراین اگر nx از nx e1 به nx e2 کاهش پیدا کنه، به همون میزان y1 به y2 کاهش پیدا میکنه. پس با افزایش در نرخ ارز اسمی مقدار صادرات، خالص صادرات کاهش پیدا میکنه، با کاهش خالص صادرات مقدار اینکام یعنی درآمد و آوتپوت یعنی تولید یا خروجی اقتصاد شما کاهش پیدا میکنه. اگر پول ملی تقویت بشه به ضرر صادرات هست و به ضرر تولید داخل و به ضرر درآمد داخل هست. اما مسئله اینجاست که چقدر این کاهش پیدا میکنه. اگر ما بخوایم دقیق به دست بیاریم چقدر کاهش پیدا میکنه، باید برگردیم به تئوری کینزیان کراس. اگر خاطرتون باشه کینزیان کراس تئوری بود که اکچوال اکسپندیچر رو با پلند اکسپندیچر در یک تعادل قرار میداد، یعنی مصرف و هزینه واقعی رو با هزینه برنامه ریزی شده در یک تعادل قرار میداد. قبلا وقتی که سطح تولید اقتصاد در حد وای یک بوده، این وای یک هم مقدار اینکام ما بوده، هم مقدار درآمد ما بوده و هم مقدار تولید ما بوده. وقتی که شما نرخ ارز اسمی در بازار افزایش پیدا میکنه، مقدار nx کاهش پیدا میکنه. این باعث میشه که منحنی که شما اینجا داشتی که تحت عنوان planned expenditure یا هزینه برنامه ریزی شده شما داشتی، این منحنی به سمت پایین حرکت بکنه. وقتی منحنی به سمت پایین حرکت میکنه، در یک نقطه جدیدی مثل نقطه y2 هست که مقدار درآمد و مقدار تولید در اقتصاد با هم برابر خواهد شد. پس ما الان یک رابطه ایجاد کردیم بین نرخ ارز اسمی، منحنی جدید آی اس و کینزیان کراس یا تلاقی کینزی که قبلا خدمت شما ارائه داده بودیم. خب من نمیدونم که آیا کتاب یعنی قبلا به نحو دیگری نوشته شده بوده و این اسلایت ها بر اساس ویرایش قبلی کتاب هست، یا اینکه از اول مثلا اسلایت ها رو خیلی محدودتر نوشتن. ولی ملاحظه می فرمایید که کتاب توضیحاتش خیلی کامله،
خیلی خوب اینجا اومده مسئله رو بیان کرده و شفاف اومده بیان کرده. مسئله دیگر در مورد منحنی LM هست. این منحنی LM رو که خدمتتون عرض کنم استراحتی خواهیم داشت. ملاحظه بفرمایید، مسئله دیگر منحنی LM هست. چون منحنی LM یک مقداری پیچیدگی داره، اگر اجازه بدید من روی این شکل خدمت شما توضیح بدم. ما قبلا در واقع منحنی LM رو که میخواستیم به دست بیاریم، در واقع میگفتیم منحنی LM یک رابطه ای هست بین R و Y که باعث میشه در بازار پول به یک تعادل برسیم. دقیق میفرمایید، در بازار پول به یک تعادل برسیم. ولی الان اینطور هست که چون مقدار R در اقتصاد در دست سیاستگزار پولی نیست، مقدار نرخ بهره از خارج به اقتصاد تحمیل میشه چون ورود و خروج سرمایه وجود داره، بنابراین آر مساوی با آر استار هست. بنابراین اینطور نیست که هر آری رو بشه تعیین کرد. پس قطعا اگر الان تولید ما مثلا نمیدونم مثلا 100 میلیارد دلار شما تولید داری، در این نرخ بهره قطعا منحنی LM شما از این نقطه 100 میلیارد دلار و مثلا نرخ بهره 5% گذشته هست. دقت می‌فرمایید، قطعا گذشته است، یعنی قطعا اینجا فیکس میشه. وقتی اینجا فیکس بشه، اگر بخوایم رابطه وای و رابطه نرخ‌های بهره رو ببخشید و رابطه نرخ‌های ارز اسمی رو به دست بیاریم، شما ملاحظه می‌فرمایید که در هر نرخ ارز اسمی لاجرم باید منحنی LM به همین وایی که الان هست رو به شما بدهد. چرا همین وایی که الان هست رو به شما بدهد؟ چون در منحنی LM باعث شده که در بازار پول شما به این وای برسید. بنابراین با نرخ‌های ارز مختلف نباید مقدار تولید شما تغییر کنه. پس مقدار تولید شما نسبت به نرخ ارز در منحنی LM ثابت هست. حالا من برای اینکه بیشتر این قسمت جا بیفته خدمت شما یک بریک میدم. بعد از بریک در خدمتتون هستیم. البته ببینم که سوالی نیست. وقتی آر دستشونه با تغییر در حجم پول میتوانن کشورهای کوچک اثرات تغییر نرخ بهره جهانی را کاهش بدهند. خب آر دستشون نیست دیگه. ما عرضمون این هست که کشورهای کوچک به نفعشونه که نرخ بهرهشون رو اصلا بسپرن به کشورهای بزرگ و نرخ ارزشون رو فیکس کنن. برعکس برای کشورهایی که از یک استقلالی برخوردار هستند، اقتصادشون نسبتاً بسته است، اتفاقا برعکس این بهتر هست که نرخ ارز شناور باشد ولی بتوانند از طریق سیاستگذاری پولی به راحتی هم تورم رو کنترل کنند، هم اشتغال رو در واقع حمایت کنند. استاد وقتی نرخ بهره رو با نرخ جهانی پیک میکنی مگر نرخ ارز هم تغییرش کم نمیشه؟ وقتی پک میکنه کم نمیشه، صفر میشه تغییرش. یعنی دقیقاً ببینید الان امارات از سال 1973 تا امسال چند سال میشه؟ 1973 تا الان مثلا 2 سال دیگه میشه 50 سال. خب نرخ ارز، نرخ درهم هست 3 ممیزه، حالا خاطرم نیست، 3 ممیزه مثلا 68 یا 3 ممیزه 65، یکی این چیزی در مقابل دلار 3 ممیزه 67. ببینید 3 ممیزه 67 مونده که مونده که مونده، اصلا تغییری نداره. وقتی میگیم تثبیت نرخ ارز یعنی یک مثلا مقادیر خیلی اندک در بازار تغییر میکنه، مثلا 3.67 میشه 3.68، بعد برمیگرده 3.66. حالا چگونه این اتفاق میفته بعد از بریک انشالله خدمتتون عرض میکنم. خب یک استراحت داشته باشید، خدمتتون برمیگردم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. نیمه دوم جلسه اول دوره ششم کلاس اقتصاد کلان رو خدمت شما هستیم، آغاز میکنیم. در نیمه اول در مورد مدل جدید ISLM خدمت شما صحبت کردیم، مدلی که به جای IS IS استار داشتیم، به جای LM LM استار داشتیم. به جای اینکه رابطه بین تولید و نرخ بهره رو روش تاکید کنیم، رابطه بین تولید و نرخ ارز اسمی رو مورد توجه قرار دادیم. اینجا ملاحظه می‌فرمایید که منحنی LM رو ما خدمت شما نشون دادیم. منحنی LM رو این بار به صورت LM استار نشون دادیم. LM استار در واقع از منحنی LM که رابطه‌ای بین
در واقع نرخ بهره و تولید بود، رسیدیم به یک رابطه بین مقدار تولید و مقدار نرخ ارز، نرخ اسمی ارز. و خدمت شما عرض کردیم که این منحنی LM کاملا عمودی خواهد بود، چرا که در بازار پول نرخ بهره از خارج در واقع تحمیل میشه به بازار پول، و کاری که سیاستگزار پولی انجام میده این هست که در واقع در تعادل به نرخ تولید وای برسیم، و برای سیاستگزار پولی و برای بازار پول تفاوتی نمیکنه که نرخ ارز در چه سطحی باشد. خب من اینو از روی کتاب خدمت شما میخونم برای اینکه بیشتر متوجه بشید که منظور نظر آقای منکیو و آقای ماندل و آقای فلمینگ چی بوده. الان خدمتتون اینجا من عرض میکنم. ببینید، میگه که همون منحنی همون رابطه امپیوم مساوی با ال آر و وای رو الان میگه به جای آر آرستار قرار میدیم. بعد عنوان میکنه، میگه let's call this the LM equation، منتها LM star equation. میگه که این منحنی جدید رو منحنی LM star اجازه بدید بنامیم. هر وقت star میگذاریم در این کتاب، معادل این هست که در واقع تجارت خارجی در این رابطه حضور داره. We can represent it graphically with a vertical line. میگه که اینو به صورت، اگر بخوایم به صورت گرافیکی نشون بدیم، یک خط عمودی هست. As in panel B of figure 13.2. حالا خدمتتون نشون میدم در کتابم به چه نحوی اومده. میگه همونجور که در شکل اومده. The LM curve is vertical because the exchange rate does not enter the LM star equation. خب میگه که وقتی که اصلا در معادله ما E وجود نداره، نرخ ارز اصلا نیومده در این معادله، خب طبیعیه که از رابطه فقط ما یک وای داریم. اون وای هم یک عدد ثابت هست که وقتی ما رابطه بین وای و ای رو میخواییم نشون بدیم، چون ای اصلا در معادلمون وجود نداشته، یک خط صاف خواهد شد. Given the world interest rate، میگه که وقتی که این اقتصاد نرخ بهره جهانی رو دریافت میکنه، the LM star equation، معادله LM star، معادله LM ستاره، determines aggregate income، در واقع مقدار درآمد کل رو به دست میده، مقدار درآمد کل رو تعیین میکنه. Regardless of the exchange rate، صرف نظر از اینکه نرخ ارز چقدر باشه. Figure 13.2، شکل 13.2 shows how the LM star curve arises from the world interest rate and the LM curve which relates the interest rate and income. ببینید الان من شکل خدمتتون نشون میدم. این منحنی LMی بود که در گذشته داشتیم. منحنی LM رو کتاب آقای منکیو به صورت عمودی به صورت در واقع شیب مثبت در نظر میگیره، و حالا که قبلا که شیب منحنی LM مثبت بود، الان نرخ بهره جهانی به صورت آرستار به این منحنی تحمیل میشه. بنابراین از یک منحنی LM تبدیل میشه به یک نقطه، به یک نقطه‌ای که اینجا ما میبینیم تقاطع بین در واقع خط آرستار و مقدار تولید وای. و وقتی منحنی LM star رو میخوایم نشون بدیم، دقیقا همون مقدار تولید رو ما در نظر میگیریم و خطی میکشیم که برای هر مقدار نرخ ارز این خط ثابت میماند. یعنی مقدار تولید، مقدار درآمد در منحنی در بازار پول هیچ فرقی نمیکنه که نرخ ارز چقدر باشه، ثابت میماند. چون اصلا در منحنی پول ما متعهد، در منحنی بازار پول، در منحنی لیکویدیتی پریفرنس اصلا کلا ما نرخ ارز نداشتیم، ولی در منحنی آی اس داشتیم. پس آی اس استار ما رابطه ای میشه از ای، ولی ال ام ما نسبت به ای بی تفاوته و یه خط صاف میشه. این دوتا رو اگر بخوایم کنار هم قرار بدیم، ملاحظه بفرمایید که میرسیم به یک منحنی آی اس ال ام. منتها اینجا آی اس استار ال ام استار هست، رابطه بینه، از یک سو رابطه بین تولید و درآمد هست، و از سوی دیگر مقدار ارز اسمی، نرخ ارز اسمی است که به یک نرخ ارز اسمی مشخص و به یک مقدار تولید مشخص میرسه که بازار پول اون مقدار تولید رو دیکته میکند. ملاحظه بفرمایید
بازار پول مشخص میکنه مقدار تولید چقدر باید باشه، و منحنی IS و بازار تجارت خارجی و خالص صادرات مشخص میکنه که مقدار نرخ ارز اسمی چقدر باید باشد. این تا اینجا. خب ما این مقدار روی اسلاید میریم بعد دوباره برمیگردیم. الان سوالی اگر مطرح شده بفرمایید. بله بله فعلا برای اقتصاد باز کوچک حالا بهش میرسیم، ما داریم یکی یکی این برای همه اقتصادها ما میتونیم این رو مطرح بکنیم. حالا دقت فرمایید ما این مقدار جلوتر بریم مشخص میشه. بله ملاحظه میفرمایید اینجا که من عرض کردم خدمتتون رابطه، اگر ما LMSTAR رو بخوایم در نظر بگیریم، رابطه بین تولید درآمد از یک سو و نرخ ارز حقیقی از سوی دیگر خواهد بود. بله خب اینجا ملاحظه بفرمایید در سطح تعادلی نرخ ارز تعادلی از تقاطع LN و IS به دست میاد و البته عرض کردم LMSTAR به طور مشخص مقدار تولید رو تعیین میکنه و پس از اون IS هست که مقدار نرخ ارز تعادلی رو از مسیر NX تعیین میکند. خب در حالا نرخ ارز ثابت و نرخ ارز شناور اینجا خدمتتون توضیح بدیم. در نظام نرخ‌های ارز شناور ای مجاز است در پاسخ به تغییرات شرایط اقتصادی نوسان کند. پس در نرخ ارز شناور مقدار ای تغییر میکنه، ای میتونه بالا بره میتونه پایین بیاد. خب الان اگر برگردیم اینجا، این منحنی که شما الان این شکلی که شما الان دارید در نظر میگیرید و میبینید، این مربوط به نرخ ارز شناور هست یا نرخ ارز ثابت است؟ بفرمایید. مربوط به نرخ ارز شناور هست یا نرخ ارز ثابت است؟ نه دیگه شناوره. نه شناوره، چون میبینید اصلا ما هیچ قیدی روی ای نگذاشتیم اینجا. میگیم هر ای میشه اینجا در نظر گرفت. اگر آی اس بالاتر باشه ای بالا میره، اگر آی اس پایین بیاد ای پایین میاد، اگر ان اکس بالا بره ای مثلا پایین میاد. منحنی آی اس وقتی تغییر میکنه منظورم اینه، چون رابطه شون که معکوسه، ولی منحنی آی اس وقتی شیفت کنه مقدار ای مختلف میتونیم داشته باشیم با شیفت منحنی آی اس. پس اینجا فعلا نرخ شناور هست. در مقابل در نظام نرخ ارز ثابت، بانک مرکزی پول ملی در مقابل ارز خارجی را با قیمتی از پیش تعیین شده معامله میکند. پس بانک مرکزی وارد میشه. ببینید این اصلا این نظام ارزی که اینجا مطرح است اصلا ما در ایران نداریم. در اینجا میگه که بازار ارز کارشو انجام میده، ولی بانک مرکزی وارد میشه، هر زمان لازم باشه ارز میخره یا ارز میفروشه، سعی میکنه نرخ ارز رو ثابت نگه داره. خب سوال واس مسئلهتون، بانک مرکزی از کجا ارز ممکنه هست؟ از کجا ممکنه بانک مرکزی ارز بخرد یا بفروشد؟ حالا اول بخرد رو بگیم، از کجا ممکنه بانک مرکزی ارز بخرد؟ احسنت، پول چاپ میکنه. بانک مرکزی پول چاپ میکنه، از کی خریداری میکنه؟ بانک مرکزی از چه کسی ارز رو خریداری میکنه؟ از همه، از مردم، از صادر کنندگان، از دولت، از اتباع خارجی، از توریستا، از همه ارز خریداری میکنه. حالا اینکه در کشور ما چطوره، خب این یه بحث دیگری است. دقت میکنید تا مرتب خراب میکنیم بعد میذاریم اسمش میذاریم اقتصاد بومی، این که نمیشه که. اصلا شما نظام ارزی الان من خدمت شما توضیح میدم، میگن آقا ما نظام ارز تثبیت شده داریم. آخه اصلا چنین چیزی هست در کشور ما؟ اصلا چنین چیزی بوده تا حالا؟ ما اصلا این نظام ارز چند نرخی داریم که بانک مرکزی از دولت میخره، پول چاپ میکنه، در اختیار دولت قرار میده، مردم هم به امان خدا باید برن در بازار آزاد ارز تهیه کنند، ارز بخرند، ارز بفروشند. اینجا بانک مرکزی از بازار آزاد ارز میخره و به بازار آزاد ارز میفروشد. از کجا بانک مرکزی ارز میآورد که به بازار بفروشد؟ فرض کنید نرخ ارز داره بالا میره، بانک مرکزی باید ارز بفروشد تا نرخ ارز تثبیت بشه. از کجا بانک مرکزی ارز میاره که؟ آفرین، از ذخیره ارزی که قبلا ارز خریده، یه مدتی ارز میخره انباشت میکنه، بعد میتونه از اون منابع ارزی استفاده کنه. و نه از صندوق ذخیره ارزی، نه آقای کیخوا، این صندوق ذخیره و صندوق توسعه ملی و اینها، حساب ذخیره ارزی و اینها، ارزی هست که در اختیار دولت هنوز به بانک مرکزی نفروخته. ارزی که به بانک مرکزی فروخته میشه بهش میگن ذخایر خارجی بانک مرکزی یا ذخایر ارزی بانک مرکزی. نه آقای باختر، شما یک مسیر دیگری رو دارید تعیین میکنید. مثلا در ایران صادرات نفت که انجام میشه، ارز در اختیار دولت قرار میگیره. دقت میکنید؟
بانک مرکزی مثلا صادرات نفت نداره هیچ جا. دقت میکنه بانک مرکزی از ارزی که در گذشته خریده حالا میاد عرضه میکنه و میفروشه. سریعتر جلو بریم، خیلی مسیر طولانی داریم. خب در مقابل در نظام ارز ثابت، باز تاکید میکنم، بانک مرکزی پول ملی در مقابل ارز خارجی را با قیمتی از پیش تعیین شده معامله میکند. بانک مرکزی در بازار وارد میشه، میخره و میفروشه. سپس تجزیه و تحلیل سیاستی در یک نظام نرخ‌های ارز شناور و در یک نظام ارز نرخ ارز ثابت. ما میخوایم در واقع تحلیل سیاستی انجام بدهیم، یعنی پس از این تعریف میخوایم بریم سراغ تحلیل سیاستی. خب حالا نگاه کنید، اگر نرخ ارز شناور باشد، همون نکته که قبلا خدمتتون عرض کردم وقتی سوال کردم در این شکل نرخ ارز شناور یا ثابته، ملاحظه بفرمایید این شکل نرخ ارز شناوره. اگر نرخ ارز شناور باشه، سیاست مالی انبساطی در پیش بگیریم چه اتفاقی میفته؟ ملاحظه بفرمایید سیاست مالی انبساطی چه ممکن هست به در واقع در اقتصاد چه کار میکنه؟ سیاست مالی انبساطی مقدار جی افزایش پیدا میکنه، مقدار هزینه های دولت افزایش پیدا میکنه، از طریق افزایش هزینه های دولت منحنی آی اس به سمت بالا و سمت راست شیفت میکند. منحنی آی اس به سمت بالا و سمت راست شیفت میکند. در سر سطحی، در هر سطحی از ای، انبساط مالی وای را افزایش میدهد و آی اس را به سمت راست منتقل میکند. سیاست انبساطی بودجه‌ای. خب دوستان عزیز الان این شکل رو ببینید، به من پاسخ بدید، در سیاست انبساطی بودجه‌ای وقتی نرخ ارز شناور هست چه اتفاقی در اقتصاد میفته؟ الان خودتون شکل رو ببینید بفرمایید که چی میشه. نه، سیاست انبساطی، سیاست انبساطی، آها، نرخ ارز کاهش می، بله بله، نرخ ارز، نرخ ارزش پول ملی در سیاست انبساطی، در سیاست انبساطی ارزش پول ملی افزایش پیدا میکنه، ارزش پول ملی، تقویت پول داخلی، باریکالله باریکالله، قدرت پول داخلی، قدرت پول ملی افزایش پیدا میکنه. به نفع ماست یا به ضرر ماست؟ نمیشه گفت نفع، نمیشه گفت ضرر. دقت بفرمایید ما بحث ارزشی اینجا نمی کنیم. اتفاقی که میفته بحث پوزتیو اگر خواستیم بکنیم در مقابل بحث نرماتیو در اقتصاد، وقتی میگیم پوزتیو یعنی میخوایم توضیح بدیم چه اتفاقی میافتد. وقتی بحث نرماتیو میکنیم، بحث ارزشی میکنیم، میگیم آیا این اتفاقی که افتاده اتفاق خوبی برای اقتصاد یا اتفاق بدیه. من الان نمیخوام قضاوت کنم در مورد اینکه این سیاست، سیاست مثبتی است یا سیاست منفی است، ولی اینو خدمتتون عرض میکنم. ببینید مقدار کالایی که اقتصاد تولید میکنه ثابته. دقت فرمودید الان اینجا در این نمودار مقدار کالایی که اقتصاد تولید میکنه ثابته. دولت تصمیم گرفته هزینه های خودش رو افزایش بده. مقدار کالای تولیدی اقتصاد که ثابت باشه، وقتی دولت مصارف خود، هزینه های خودش و مصارف خودش افزایش میده، از کجا باید تامین بشه؟ کالاش از کجا تامین میشه آقای جعفری؟ این مقدار کالا و خدمات در جامعه هست، یک مقدار کالا و خدمات در جامعه هست، دقیق میفرمایید، یک مقدار تولید کالا و خدمات در جامعه هست. حالا دولت میخواد بیشتر مصرف کنه، یکی باید کمتر مصرف کنه، اون کیه؟ الان اینجا چگونه داریم در واقع چگونه داره وضعیت اصلاح میشه؟ به تعادل جدید میرسیم. چگونه ممکنه در این شرایط به تعادل جدید برسیم؟ به مقداری که دولت بیشتر مصرف میکنه، احسنت برای آقای جعفری، چه چیزی کاهش پیدا میکنه؟ به میزانی که دولت مصرفش رو افزایش میده چه چیزی کاهش پیدا میکنه؟ نه، خالص صادرات. آقای ایمانی، احسنت، آقای باختر، آقای شهریار، آفرین، خالص صادرات کاهش پیدا میکنه. باز نمیدونیم آیا صادرات کاهش پیدا میکنه یا واردات افزایش پیدا میکنه. ما اصلا با این کاری نداریم. میگیم دولت یه مقدار بیشتر مصرف میکنه، یا از کالای وارداتی استفاده میکنه بیشتر مصرف کرده، یا از صادراتی که قبلا انجام میشد اومده خورده. دقت میکنید؟ خب این در کجا به تعادل میرسه؟ دقیقاً اون مقداری که دولت بیشتر مصرف میکنه، نرخ ارز، نرخ پول ملی تقویت میشه، نرخ ارز کاهش پیدا میکنه، در نهایت مقدار خالص صادرات دقیقاً به همون میزان کم میشه. مصرف عمومی اگر منظورتون مصرف دولت اضافه میشه.
ببین مصرف عمومی داره اضافه میشه، از کجا کم میشه؟ از خالص صادرات کم میشه. در کجا به تعادل میرسه؟ در بازار، در نرخ ارز اسمی به تعادل میرسه. مشخص شد؟ احسن. در اینجا انبساط مالی به هیچ وجه، انبساط مالی در یک نظام ارزشناور که با اقتصاد دنیا رابطه داره، که اقتصاد باز هست، در اینجا به افزایش تولید نمی انجامد. سیاست انبساطی بودجه‌ای که در یک اقتصاد بسته ممکن هست به رشد تولید بی انجامد، در اقتصاد باز تنها موجب تقویت پول ملی به ضرر صادرات و به نفع واردات خواهد شد. دقت بفرمایید، دولت بیش از حد مصرف میکنه، واردات هم بیش از حد افزایش پیدا میکنه، صادرات کاهش پیدا میکنه. بعد دولت میگه ای من اومدم سیاست انبساطی داشتم، سیاست انبساطی بودجه‌ای داشتم، همین سیاست انبساطی بودجه‌ای سال 1400 دیگه، چطور وضعیت اصلاح نشد؟ البته این سیاست بودجه‌ای سال 1400 از محل پای پولی داره تامین میشه، اصلا کلا قضیهش با این فرق میکنه، اصلا یه وضعیتی که ندیدیم، یعنی باید یه فصل به این کتاب اضافه بشه. اقتصاد ایران، یه اقتصاد جهان باید اضافه کنه، یه اقتصاد ایران. دقت میکنید؟ ولی به هر حال اگر مقدار هزینه های دولت در اقتصاد باز با نرخ ارز شناور افزایش پیدا بکند، نرخ ارز افزایش پیدا کرده، به همون میزانی که مقدار هزینه های دولت افزایش پیدا کرده، دقیقاً به همون میزان خالص صادرات کاهش پیدا میکنه. بسیار عالی. بریم سراغ بعدی. درس‌های از سیاست مالی. در یک اقتصاد باز کوچک با جابجایی کامل سرمایه، سیاست مالی نمیتواند بر تولید ناخالص داخلی واقعی تأثیر بگذارد. تمام. crowding out. من ترجمه کردم به تخلیه. دوستان قبلا در مورد crowding out ما لغت دیگری داشتیم. شما چه زیادتون میاد؟ خروج سرمایه گذار، آره، ولی تخلیه سرمایه گذار بهتره. فکر کنم به لغت خوبی رسیدم این دفعه. مثلا تخلیه چاه هست، مثلا میگن تخلیه چاه، یعنی پمپ میکنه میفرسه بیرون، اصلا دفع میکنه. ازدحام بیرونی خوب نیست آقای جعفر. فرار سرمایه گذارم خوب نیست، همون تخلیه بهتره. حالا از این بعد تخلیه میگیم، به کراودینگ اوت میگیم تخلیه. در کلاس اقتصاد معمولا میگن کراودینگ اوت. بسیار تو دقت بفرمایید، در اقتصاد بسته. خب حالا ما مسئله کراودینگ اوت رو وقتی بودجه دولت افزایش پیدا میکنه، هم در اقتصاد بسته داریم، هم در اقتصاد باز و کوچک داریم. آفرین آقای شهریار، یاد اسکولینگ افتادن آقای ندایی، نوشتن رسوبات اشتباه. آفرین. ببینید، در اقتصاد بسته اگر خاطرتون باشه قبلا ما مطرح کردیم که وقتی شما هزینه های دولت رو افزایش میدید، منحنی آی اس به سمت بالا که میره، ما قبلا در این منحنی قبلیمون به جای ای چی داشتیم؟ دقیقا شکل منحنی شبیه همین بود. به جای ای چی داشتیم دوستان یادتونه؟ وای که همون وای بود. به جای ای چی داشتیم؟ احسنت، آر داشتیم. و گفتیم چی؟ گفتیم وقتی که سیاست انبساطی بودجه ای داری، منحنی آی اس میشه آی اس دو. وقتی منحنی آی اس میشه آی اس دو، چه چیزی افزایش پیدا میکند؟ چه نرخی افزایش پیدا میکند؟ در اقتصاد بسته آیا نرخ ارز افزایش پیدا میکند؟ اقتصاد بسته است، اصلا نرخ ارز مفهومی نداره، اصلا تأثیری نداره توی اقتصاد. نرخ بهره افزایش پیدا میکنه. نرخ بهره که افزایش پیدا بکنه، چه چیزی کاهش پیدا میکنه؟ چه چیزی کاهش پیدا میکنه وقتی نرخ بهره افزایش پیدا کنه؟ اگر هزینه های دولت افزایش پیدا کرد، نرخ بهره افزایش پیدا میکنه، آی کاهش پیدا میکنه، سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، سرمایه گذار کراود اوت میشه، سرمایه گذار تخلیه میشه، سرمایه گذاری تخلیه میشه، در واقع هزینه های دولت جایگزین سرمایه گذاری میشه. در اقتصاد باز کوچک حالا ببینید، سیاست مالی بازم کراودینگ اوت اتفاق میفته. اینجا به جای آر حالا ای داریم. چه نوع کراودینگ اوتی اتفاق میفته؟ چه چیزی تخلیه میشه به نفع دولت؟ دولت از محل، از کجا در واقع هزینه میکنه؟ از محل خالص صادرات، از NX. دفعه قبل از آی دولت برمیداشت میخورد، این دفعه از NX برمیداره میخوره. و چون عرض کردم اقتصاد امریکا، اقتصاد ژاپن، اقتصاد اتحادیه اروپا و اقتصاد ایران جزء اقتصادهای
نیمه بسته نیمه باز به حساب می آیند، بین اقتصاد بسته و اقتصاد باز کوچک قرار می گیرند، به نظر شما وقتی دولت سیاست انبساطی پولی انبساطی بودجه‌ای در پیش می گیره در این شرایط چه اتفاقی می افته؟ خیلی راحت هر دو اینها اتفاق می افته دیگه. هم سرمایه گذاری کراودینگ آوت میشه بخشی. ببینید دولت هزینه ای رو، هزینه مازادی رو دولت داره مصرف میکنه، دولت مصرف رو افزایش میده، یک مقدار از این مصرف از محل کاهش سرمایه گذاری و افزایش نرخ بهره جبران میشه، تأمین میشه در واقع، یک مقدار از این افزایش مصرف از محل کاهش خالص صادرات و افزایش نرخ ارز تأمین میشه، هم نرخ بهره افزایش پیدا میکنه منتها نه به حد اقتصاد بسته، و هم نرخ ارز افزایش پیدا میکنه منتها نه به اندازه اقتصاد باز کوچک. هر دو با هم اتفاق خواهد افتاد، کراودینگ آوت تقسیم میشه بین این دو، هم بین بازار در واقع بازار تجارت خارجی و هم بازار سرمایه گذاری. بسیار خوب. نه اقتصاد انبساط مالی در ایران مطلقاً باعث افزایش تولید نمیشه آقای جعفری، باید الان 1400 این کارو کردیم دیگه، اتفاقاً باعث کاهش هم میشه، چون انبساط مالی در ایران یا انبساط بودجه‌ای در ایران داره از چه محلی تأمین میشه؟ اینجا وقتی انبساط مالی داری دولت میره اوراق منتشر میکنه، دلیلی که نرخ بهره بالا میره همین قضیه است، دولت اوراق منتشر میکنه، در ایران دولت از بانک مرکزی استقراض میکنه. دقت میفرمایید؟ پس تو این منحنی هنوز نمیاد اون چه اتفاقی در ایران میفته. در ایران چون که ببینید آقای جعفری، چون آقای جعفری همیشه جوابای خوب میدن، الان که سوال خوبی کردن باید پاسخ بدن. بله اون بحثش فرق میکنه آقای جعفری، اون انبساط مالی که من مطرح کردم همراه با انتشار اوراق بود، یعنی به طور کامل از محل انتشار اوراق تامین بشه. بله، اون از محل انتشار اوراق بوده. در ایران اتفاقی که میفته، چون اقتصاد ایران یک اقتصادی است که پول خنسا هست، چون در اقتصاد ایران شرایط همواره مثل اقتصاد بلند مدت هست، یعنی قیمت ها تثبیت نشده و قیمت ها در حال تغییر هست، چون انتظارات تورمی بالا هست، هر چقدر شما پول بریزید در جامعه تبدیل به تورم خواهد شد. پس شرایط یه مقدار با این شرایط فرق میکنه، ولی خیلی راحت ممکنه در عرض یک سال سیاست ها رو به گونه تغییر بدیم که همین مباحث در اقتصاد ایران هم پاسخگو باشد. حالا دقت بفرمایید، مسئله دیگر رو در نظر بگیرید. اگر کشوری، بانک مرکزی در کشوری که نرخ ارز شناور داره، اقدام به سیاست انبساطی پولی کرد، چه اتفاقی میفته؟ اگر بانک مرکزی سیاست انبساطی پولی در پیش گرفت، چه اتفاقی میفته؟ ملاحظه میفرمایید؟ در کشورهای دیگه نه آقای شهریار، باز اشتباه کردیم، قیمت که ثابته، که انتظارات تورمی ثابته. میدونید آقای شهریار چرا اشتباه رو کرد؟ چون پس ذهن آقای شهریار این هست که وقتی ای کم میشه، وقتی ارزش پول ملی کم میشه در مقابل ارزهای خارجی، همزمان تورم هم به وجود میاد، در حالی که مطلقاً این یک امر در واقع قطعی نیست. در کشور ما اینطوره، بازم چون انتظارات تورمی داریم، چون ما خودمون خواستیم که ارز رو لنگر اسمی تورم قرار بدیم، وگرنه در بقیه کشورها شما می‌بینید قیمت ارزشون بعضی وقتا 20% بالا میره، بعضی وقتا 20% کاهش پیدا میکنه، ولی هیچ تأثیری در تورم نداره. پس از این منحنی ما به تورم نمیرسیم، ولی به افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی در مقابل اسعار خارجی میرسیم. دقت فرمودید؟ بله، اینجا هم تولید افزایش پیدا میکنه. پس در نظام نرخ ارز شناور با سیاست انبساطی پولی تولید افزایش پیدا میکنه. کسی میتونه بگه چرا تولید افزایش پیدا میکنه؟ اصلا آقای رنجبران، اصلا ما تورم اینجا نداریم، اقتصاد کوتاه مدت، نرخ تورم هم ثابته، قیمت ها کلن ثابته، تورم صفر، چون به صرفه میشه. آفرین آقای کیخان، باری کرده. تقاضای کل از کجا آقای جعفری؟ احسن. صادرات آقای حسنی، صادرات، ما در مورد صادرات صحبت نمی کنیم، در مورد چی صحبت می کنیم؟ تقاضا افزایش پیدا میکنه. کدوم تقاضا افزایش پیدا میکنه آقای قانفرد؟ آفرین، NX، باری کرده NX،
یعنی وقتی که شما سیاست انبساطی پولی در پیش میگیرید، سیاست انبساطی پولی در اقتصاد باعث چی میشه؟ سیاست انبساطی پولی در اقتصاد باعث چی میشه؟ در یک اقتصاد کوچک باز اگر شما پول مازاد ریختی تو جامعه چه اتفاقی میفته؟ پول اول کجا تأثیر میگذاره؟ نه، پول اول کجا تأثیر میذاره دوستان؟ قیمت پول چیه؟ دیگه من از شما انتظار دارم که آفرین آقای جعفری، آقای قانفرد، قیمت پول سرمایه گذاری نیست که، آقای بابا پول، قیمت پول چیه؟ قیمت پول نرخ بهره است. اگر مقدار پول رو در جامعه افزایش دادی، اولین چیزی که اتفاق میفته چیه؟ احسن، کاهش نرخ بهره. اما ما گفتیم اقتصاد بازه، اگر در یک اقتصادی که باز هست نرخ بهره کاهش پیدا کنه، شمای ایرانی مختصر چی کار میکنی؟ اقتصاد بازه، کاملا بازه، نرخ بهره در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرد، شما چی کار میکنی؟ احسنت، شما ریالتو میفروشی، دلار میخری میبری در بانکای خارجی سپرده گذاری میکنی. غیر اینه؟ ریال میخری، دلار، ریال میفروشی، دلار میخری با استفاده از ریالت میبری در کشورهای خارجی سپرده گذاری میکنی. این کاهش نرخ بهره شدید نخواهد بود، خیلی کم خواهد بود. چرا؟ چون به محض اینکه نرخ بهره یک مقدار بیاد زیر نرخ تعادلی، بلافاصله تعداد زیادی از افراد ریالشون رو تبدیل به ارزهای خارجی میکنن، میبرن خارج از کشور سرمایه گذاری میکنن. اینکه یک تعداد زیادی از افراد شروع کنن به دلار خریدن، به نظر شما قیمت دلار رو میبره بالا یا میاره پایین؟ قیمت دلار رو میبره بالا. قیمت دلار بره بالا، قیمت ارز اسمی، ارزش پول ملی افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه؟ احسن، کاهش پیدا میکنه. پس دقت بفرمایید، شما سیاست بودجه، سیاست پولی انبساطی رو مستقیما به سطح قیمت ها مرتبط نمی کنید. شما سیاست انبساطی پولی رو مستقیما به نرخ ارز اسمی منتقل نمی کنید. شما سیاست انبساطی پولی رو مستقیما به نرخ ارز حقیقی یا اپسیلون منتقل نمی کنید. تحلیل به این صورته که هر وقت مقدار یک کالای افزایش پیدا کرد، عرضه یک کالای افزایش پیدا کرد، قیمت اون کالا کاهش پیدا میکنه. قیمت پول در اقتصاد نرخ بهره هست. پس اگر که مقدار پول در اقتصاد افزایش پیدا کرد، نرخ بهره کاهش پیدا میکنه، خروج سرمایه اتفاق میفته. خروج سرمایه باعث میشه که نرخ ارز افزایش پیدا کرده و ارزش پول ملی کاهش پیدا بکنه. افزایش نرخ ارز و کاهش پول ملی باعث میشه خالص صادرات افزایش پیدا کنه. ما در مورد صادرات به تنهایی صحبت نمی کنیم. خالص صادرات، صادرات منهای واردات افزایش پیدا میکنه. صادرات منهای واردات که افزایش پیدا کرد، مقدار وای1 ما به سمت وای2 میرود و افزایش پیدا میکند. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. تمام شد. یک پیشرفت بزرگی صورت گرفت در تحلیل اقتصادی الان. چرا دیگه؟ باعث میشه تولید افزایش پیدا کنه آقای حسنی. از چه مسیری باعث میشه تولید افزایش پیدا کنه آقای حسنی؟ از چه مسیری؟ چون نرخ بهره تغییر چندانی نمی کنه، چون با اقتصاد باز هست، پس از مسیر سرمایه گذاری نیست که در واقع سیاست انبساطی پولی به افزایش تولید می انجامد. از چه مسیری به افزایش تولید می انجامد؟ از مسیر خالص صادرات. آقای باختر، خالص صادرات از مسیر NX، نه از مسیر تقاضا. بله، صادرات کالا به صرفه میشه، واردات کالا به ضرر میشه، صرفه خودشو از دست میده. کاهش نرخ بهره اینجا اتفاق نمیفته آقای رنجبران، عرض کردم خدمتتون. یک مقدار کمی نرخ بهره کاهش پیدا میکنه، تأثیر چندانی روی سرمایه گذاری نمیگذاره، چون مقدار نرخ بهره خیلی کم تغییر میکنه. همین تغییر کم و ناچیز باعث میشه که خروج سرمایه صورت بگیره. خروج سرمایه که صورت میگیره، ای کاهش پیدا میکنه.
ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی کاهش پیدا میکنه، NX بالا میره. خاطرتون هست قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم اگر خالص صادرات شما افزایش پیدا کنه، باید معادل افزایش خالص صادرات باید چی افزایش پیدا کنه؟ باید خروج سرمایه به همون صورت، به همون میزان صورت بگیره. غیر این بود، خاطرتون نیست خدمتتون عرض کردم در اقتصاد بسته روی سرمایه گذاری اثر میگذارد. آفرین. و از این مسیر باز باعث میشه که مقدار تولید رشد کنه. احسنت بر شما. بله اسم منهای آی. بسیار خیلی خوب بود. البته امیدوارم که مفید بوده باشه. ما خیلی وقت گذاشتیم اینجا ولی امیدوارم مفید بوده باشه. خب درسای از سیاست پولی. سیاست پولی با تأثیر بر اجزای تقاضای کل بر تولید تأثیر میگذارد. قبلا هم اینطور بود. قبلا سیاست پولی در کوتاه مدت باعث میشد نرخ بهره بیاد پایین، باعث میشد سرمایه گذاری افزایش پیدا کنه. اینجا نوشته اصلا ببینید اقتصاد بسته مقدار پول افزایش پیدا میکنه، قیمت پول یا نرخ بهره کاهش پیدا میکنه، این باعث میشه که مقدار سرمایه گذاری افزایش پیدا کنه، این باعث میشه که وای افزایش پیدا کنه. در اقتصاد باز کوچک وقتی مقدار پول افزایش پیدا میکنه، مقدار آر خیلی کم کاهش پیدا میکنه، مقدار آر تقریبا میتونه به این کاهش پیدا نمیکنه، ولی اون پول از کشور خارج میشه و در کشورهای دیگر سپرده گذاری و سرمایه گذاری خواهد شد. همین که تقاضا برای خروج سرمایه افزایش پیدا میکنه باعث میشه که ای کاهش پیدا کنه. ای چی بود؟ ارزش پول ملی در مقابل اسعار خارجی بود، در مقابل ارزهای خارجی بود. پس نرخ ارز اسمی در واقع که پول ملی رو نشون میده کاهش پیدا میکنه. وقتی پول ملی ارزشش کم بشه خالص صادرات افزایش پیدا میکنه. از یک طرف صادرات افزایش پیدا میکنه، از طرف دیگه واردات کاهش پیدا میکنه. همین مسئله باعث میشه که تولید رشد بکنه. بنابراین اثر سیاست پولی بر اقتصاد بسته و اقتصاد باز یکی هست، هر دو باعث میشه تولید افزایش پیدا بکنه، ولی یکی از مسیر افزایش سرمایه گذاری و دیگری از مسیر افزایش خالص صادرات. سیاست پولی انبساطی تقاضای کل جهان را افزایش نمیدهد. دقت بفرمایید، این خیلی مهمه. وقتی اقتصادها دارن با همدیگه مبادله میکنن، حالا اگر یک اقتصادها همه تصمیم گرفتن سیاست پولی انبساطی داشته باشن، یه چیزی که الان در بحران کرونا میبینیم همه دنیا سیاست پولی انبساطی در پیش گرفتن، این باعث نمیشه تقاضای کل جهان افزایش پیدا بکنه. فقط تقاضا را از محصولات خارجی به تولیدات داخلی منتقل میکند. دقت میکنید؟ یعنی در کل دنیا باعث میشه خالص صادرات بیاد پایین. در واقع چی هست؟ در واقع اقتصاد داخل تقویت میشه ولی شرکت های خارجی ضرر میکنند. اشتغال خارج کم میشه. افزایش صادرات مگر از طریق سرمایه گذاری نیست؟ نه، افزایش صادرات از طریق سرمایه گذاری نیست. آقای باختر، سرمایه گذاری شما یک کالایی داری، این کالا رو میتونی سرمایه گذاری کنی. شما این مقدار مثلا گندم داری، گندم میتونی بخوری، گندم میتونی بپاشی، گندم میتونی صادر کنی. این سه تا کاری هست که میتونی انجام بدی. خب حالا دقت بفرمایید، حالا سیاست تجاری در نظام نرخ ارز در اقتصاد نیمه باز هم وقتی سیاست انبساطی پولی داری در کوتاه مدت، هم سرمایه گذاری افزایش پیدا میکنه از مسیر آر و هم NX افزایش پیدا میکنه از مسیر E. یعنی سیاست در مثل یک جریان آبی میمونه که به دو شاخه تقسیم میشه. یه قسمتش صرف افزایش آر میشه ولی ببخشید صرف کاهش آر میشه ولی نه خیلی زیاد. یه قسمت دیگه صرف کاهش ارزش پول ملی میشه ولی نه خیلی زیاد. اثرش تقسیم میشه بین هر دو. ببینید اون NX که نوشید اسم منهای آی یک رابطه اتحادیه. ببینید یک رابطه اتحادیه. من اینجا خدمت شما عرض کردم هر وقت مقداری از اس منهای آی از کشور خارج بشه، معادل اون کالا هم از کشور خارج خواهد شد. یعنی اس منهای آی یه مقدار پول از کشور خارج شده، معادل اون کالا هم از کشور خارج خواهد شد. دقت می‌فرمایید؟ حالا فرض کنید که اقتصاد به دلیل سیاست گذاری پولی انبساطی اقتصاد قرار هست که 10 واحد رشد کنه. اگر اقتصاد
اگر اقتصاد باز، اقتصاد کوچک باز باشه، تمام این 10 دلار صرف NX خواهد شد. یعنی SMN های آی 10 دلار بالا میره، همش مساوی با NX میشه. اگر اقتصاد بسته باشه، این SMN های آی فقط این 10 به آی میرسه. درست فرمودید؟ اگر نیمه باز باشه، این 10 تقسیم میشه، مثلا 8 تاش به NX میرسه، 2 تاش به آی میرسه. خب گفتن در اقتصاد قبل چگونه، چطور علاقه به مصرف کالای داخلی بیشتر میشه؟ علاقه به مصرف کالای داخلی بیشتر میشه چون قیمت ارز به نحوی تغییر میکنه که واردات به صرفه نیست و صادرات به صرفه است. خب آقای، سوالی که آقای چیز انجام دادن، آقای جعفری انجام دادن، ببینید اصلا همین رابطه است، هیچ فرقی نداره. ببینید این رابطه ای که الان اینجا دارید میبینید رو شما میتونید بنویسید که وای منهای سی به منهای جی منهای آی مساوی با ان اکس. این ان اکسش رو نگه دارید، این آیش رو نگه دارید، بقیهش رو، این ستا رو هم دیگه بنامید اس. پس میشه اس منهای آی مساوی با ان اکس. دقیق فهم، اینا یکیه. حالا ما صحبتمون اینه، در یک اقتصاد، در یک اقتصاد باز این قسمت فقط میره بالا، این رشد میکنه. اگر قرار از رشدی در این فرمول اتفاق بیفته، فقط این قسمتش رشد میکنه، فقط این رشد میکنه. در یک اقتصاد بسته فقط این رشد میکنه، در یک اقتصاد بسته فقط این رشد میکنه. در یک اقتصاد نیمه باز نیمه بسته هر دوی اینها رشد میکنه، اثر رو هر دوی اینها خواهد بود. بسیار، آیا سوال دیگری هست؟ اگر سوالی هست بفرمایید، ولی اگر نیست اجازه بدید یه سر سریعتر من جلو برم. نکته قشنگ دیگری اینجا هست. ما در گذشته وقتی میومدیم آثار سیاست گذاری رو بررسی میکردیم، میگفتیم دو اقتصاد دو تا راه بیشتر نداره. دو نوع سیاست گذاری در اقتصاد داشتیم. سیاست گذاری های ما چی بود؟ بله، یکی پولی، یکی مالی یا بودجه‌ای. یکی پولی، یکی بودجه‌ای. الان چون اقتصاد بازه، سیاست سوم هم داریم، بهش میگیم سیاست تجاری یا ترید پالیسی. پس فیسکال پالیسی، مانیتری پالیسی، ترید پالیسی، سیاست گذاری بودجه‌ای، سیاست گذاری پولی و سیاست گذاری تجاری. حالا سیاست گذاری تجاری چیه؟ سیاست گذاری تجاری اینه که مثلا تعرفه وضع کنیم، ما تعرفه وضع میکنیم یا سهمیه واردات در نظر میگیریم. اجازه نمیدیم واردات خیلی انجام بشه، یا سهمیه واردات در نظر میگیریم. دقیق فرمودید؟ ببینیم چه اتفاقی میفته. حالا سیاست گذاری تجاری در یک نظام نرخ ارز شناور در یک اقتصاد کوچک باز چه کار میکنه، چه بر سر اقتصاد ما خواهد آورد؟ اینجا رو حالا ببینیم. میگه در هر مقدار ای، حالا اتفاقی میفته، در هر مقدار ای تعرفه یا سهمیه واردات، تعرفه یا سهمیه واردات را کاهش میدهد. ما وقتی تعرفه میذاریم واردات کاهش پیدا میکنه. اگر واردات کاهش پیدا کنه NX چی میشه دوستان؟ اگر تعرفه گذاشتی واردات کاهش پیدا میکنه، درسته؟ واردات کاهش پیدا میکنه، NX افزایش پیدا میکنه، مشخصه دیگه. ما اجازه واردات نمیدیم، واردات کاهش پیدا میکنه، خیالمون راحته، میگیم چی میشه؟ اینو قبلا هم خدمتتون عرض کردم. میگن همون سیاست‌های حمایت از تولید ملی و پروتکشنیسم و این حرفا، حمایت‌گرایی و اینها. خب این سیاست‌ها در همین نمودار ما می‌بینیم که چقدر خنده‌داره، واقعاً سیاست‌ها چقدر مسخره است. شما میایید واردات رو کم می‌کنید. واردات رو که کم می‌کنید، خب NX افزایش پیدا می‌کنه دیگه. چون NX از صادرات منهای واردات. واردات رو کم بکنی، NX افزایش پیدا می‌کنه. NX افزایش پیدا کنه، IS شما بالا میره. IS شما بالا بره چه اتفاقی می‌افته؟ منحنی آی اس شما میره بالا، شیفت میکنه به سمت بالا. آیا خوب میشه؟
خوب میشد اگر وای شما تغییر میکرد، ولی وای شما رو که منحنی ال ام داره تعیین میکنه، وای شما رو که آی اس تعیین نمیکنه. ال ام الان کاملا عمودی است. پس بنابراین اگر که شما سیاست تعرفه ای در پیش گرفتی، اگر سهمیه برای واردات قائل شدی، واردات، بله واردات کم میشه. این کم شدن واردات باعث میشه که ارزش پول ملی افزایش پیدا بکنه. ارزش پول ملی که افزایش پیدا کرد باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ از E1 میری E2. وقتی از E1 رفتی E2، وقتی از اینجا شروع کردید افزایش ارزش پول ملی، قیمت ارز کاهش پیدا کرد، چه بر سر صادرات شما میاد؟ کاهش صادرات خواهیم داشت. باریکلا که آقای میرزایی یاد اپسیلون هم افتادن اینجا، چون ما دیگه ای رو با اپسیلون جایگزین کردیم. فعلا صادرات کم میشه. سوال اینه که چه مقدار صادرات کم میشه؟ همون به همون مقدار واردات. هر چقدر شما صادرات داشتی، صادراتت کم میشه، واردات هم کم میشه. این به نظر شما خوبه یا بده؟ حالا ما میخوایم بحث نرماتیو یا ارزشی بکنیم. چرا بده آقای باختر؟ همه میگن بده ماشاءالله. ما این کشوری هستیم 50 سال داریم این کارا رو میکنیم، هیچکس نگفته بده. قبلا گفتم میخوام بیشتر اضافه کنم، حالا میخوام ببینم چیز جدیدی میتونید شما اضافه کنید با هدفی که داشتند در اول. بله با هدف که مغایرت داره، به هدف که نمیرسه. هدف این بود که تولید افزایش پیدا کنه، هدف این بود صادرات افزایش پیدا کنه، نه اینکه هم واردات هم صادرات هر دو کاهش پیدا کنه. بله به هدف که نرسید. سطح رفا میاد پایین. چرا آقای رنجوان سطح رفا میاد پایین؟ این افزایش به دلیل کوچک بودن و باز بودنه. نه دیگه، قبلا هم خدمت شما نشون دادیم خروج سرمایه کمتر با هدف رکود اشتغال. آها آقای متقی درسته، آقای متقی گفتن اشتغال. چرا این اشتغال رو ضعیف میکنه، تضعیف میکنه اشتغال؟ مصارف کاهش پیدا میکنه. نمیشه گفت مصارف کاهش پیدا میکنه، اینجوری نیست. آقای رنجبران ببینید وای شما ثابته، پس مصارف شما تغییر نکرده، مقدار درآمد و مقدار تولید شما ثابته. یه مقدار کالا صادر میکردید، یه مقدار کالا وارد میکردید. حالا اون کالایی که صادر میکردید صادر نمیکنید، اون کالایی که وارد میکردید وارد نمیکنید. هر دو رو نه، واردات به صرفه تر نیست. ببینید واردات رو از طریق تعرفه کاهش دادید، از اون طرف گفتیم از طریق افزایش ارزش پول ملی صادرات هم کاهش پیدا میکنه. احسنت آقای شیخ باهی، باریکلا. آفرین ماشاءالله. بله اثر منفی رفاهی داره، اثر منفی رفاهیش هم شدیده. نه نرخ استهلاک اینجا اثر نداره. اثر منفی رفاهی داره، اثر منفی رفاهیش هم شدیده. ارزآوری لازم نیست داشته باشید آقای حسنی. شما وارداتت کم شده، صادرات هم کم شده، اصلا خود شما دیگه به ارز احتیاج نداری. آه من قبلا خودم گفتم تورم نمیشه. نه تورم نمیشه، این سیاست نه تورم به وجود میاره، به اهداف خودش نمیرسه، هیچی. این سیاست در نهایت به ضرر کشور. واردات به صرفه کاهش تولید و افزایش بیکاری داریم. نه آقای میرزایی درست نگفتید. نرخ ارز کاهش پیدا میکنه، تولید داخل سرکوب میشه. بله بله، ولی صادرات و واردات به یک میزان کاهش پیدا میکنه. یه مقداری باید از فرمول و کلاس و اینا بیایم بیرون، بریم تو جامعه. بار منفی رفاهیش خیلی شدیده. آره به خاطر عدم واردات و به خاطر عدم صادرات آقای ندایی، هر دوش بار منفی رفاهیش خیلی شدیده. احسنت آقای جعفر، اینو قبلا خودم گفته بودم، کیفیت کالا که کاهش پیدا میکنه چون رقابت کمتر میشه، کالا کم میشه. بله بله، ولی از یک جهت دیگه بار منفیه. خب دوستان کافیست، من خدمت رو عرض میکنم. آقای ندایی هم بنویسم در نهایت منجر به بیکاری بیشتر میشه. کاهش صادرات شاءالله بود نوشتید، کاهش صادرات در نهایت منجر به بیکاری بیشتر میشه، همینطوره. کاهش واردات چی؟ منجر به بیکاری نمیشه؟ جی دی پی کم شدن؟ نه آقای قانع فرد، اینجا میبینید که جی دی پی کم نمیشه. همه چی که جی دی پی نیست که، میبینید که جی دی پی کم نشد که، میبینید خالص صادرات کم نشد که. صادرات و واردات هر دو همزمان کاهش پیدا میکنه. این به نفع اقتصاد یا به ضرر اقتصاد؟
جی دی پی تغییری نکرده، درآمد شما تغییری نکرده، صادرات و واردات همزمان کاهش پیدا میکنه. خوبه یا بد؟ دوچار رکود میشیم. چرا دوچار رکود میشیم آقای باختر؟ چرا بده آقای بهره نجات؟ اگه سیاست بودجه افزایش اگه افزایشی باشه چی؟ خوبه؟ نه خوب نیست. نیاز دنیا هم بهمون کم میشه و این بده. بله این هم یک نکته خیلی خوبی که آقای جعفری اشاره کردن. آفرین. خب من در این خدمت رو عرض کنم، خیلی مسئله جدیتر از این حرف هاست که اینجا داره مطرح میشه. مقدار درآمد شما تغییر نمیکنه، به ظاهر در اقتصاد اتفاقی نمیفته، هزینه تولید افزایش پیدا میکنه. نه ممکنه هزینه تولید ممکنه حالا نمیدونم کاهش تکنولوژی در محصولات، اون همون مسئله رقابت و ایناست که قطعا هست. قدرت تعامل با دنیا کم میشه، اینم که آقای جعفری گفتن. بله آقای بهره نژاد درست کاملا. خب دوستان دقت بفرمایید، همه نکاتتون رو مطرح کردیم، حالا گوش بدید. این امر باعث متاسفانه باعث بیکاری اصطکاکی می شود. این امر باعث بیکاری اصطکاکی می شود، میتونه در مدت به مدت طولانی هم میتونه ادامه پیدا کنه. چرا؟ شما فرض کنید که شما واردات اتومبیل داشتید، خب همین چیزی که در ایران اتفاق افتاده، یعنی مسئله خیلی ملموس، شما واردات اتومبیل داشتید، صادرات فرش داشتید. خب حالا شما واردات اتومبیل و صادرات فرش رو هر دو کاهش میدید، MX شما تغییر نمیکنه. در واردات اتومبیل یه سری آدم بودن، اینا مشغول به کار بودن، درسته، تو نمایشگاه اتومبیل بودن، در واقع تبلیغ میکردن، تبلیغات میساختن، شبکه اجتماعی داشتن، نمیدونم اتومبیلات رو تعمیر میکردن، فروش داشتن، نمایشگاه داشتن، همه اینا چی میشه؟ کارگرها باید اخراج کنن، درسته؟ از اون طرف صادرات فرش داشتیم، یه تعداد زیادی فرش داشتن میبافتن، الان اون صادرات فرش هم متوقف میشه، تولید فرش هم کم شده. در کل تولید تغییر نمی کنه ها، دقت فرمایید، تولید فرش کم شده، تولید اتومبیل داخلی افزوده شده، با هم دیگه جابجا میشن، دقت میکنید؟ شما از نظر عدد به تولید خالص ملی که نگاه میکنید میبینید زیاد تغییری نکرده، ولی مسئله این است که شما باید کسانی که قبلا فرش میبافتند و الان ببرید در کارخانه اتومبیل سازی اینا اتومبیل بسازند. ممکنه یا ممکن نیست؟ اگر ممکنه چند وقت طول میکشه که شما یک بافنده فرش رو ببری در کارخانه اتومبیل تبدیلش کنی به مثلا به مهندس طراحی اتومبیل؟ میگه قبلا طراحی فرش انجام میدادی، الان بیا طراحی لامبورگینی برای من انجام بده. در کوتاه مدت که هیچی آقای میرزایی، بعض وقتا در بلند مدت هم نمیشه، بعض وقتا برای یک نسل نمیشه تغییر داد، دقت میکنید؟ اون بیکاری استکاکی یک نصف ادا میشه. آفرین. این هاست اقتصاد، سیاست گذاری اقتصادی که میگیم این مسائل و فرق باید بداند. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهر مرکب ابد و دهر بماند. من فردی میشناسم ادعای اقتصاددان بودن میکند اما مطلقا نمیداند. این دلیل این است که گفته اصلا از من بهتر تو این کشور پیدا نمیشه. ببینید آن کس که نداند و نداند که نداند، پس دوچار بیکاری استکاکی میشیم. یعنی این فرد بیکار شده، باید روز بعد در شغل دیگری، در صنعت دیگری مشغول به کار بشه، ولی این مسئله ممکنه هیچ وقت اتفاق نیفته. آفرین. اگر یو بی آی میدادی مسئله خیلی فرق میکرد، خیلی ساده تر میشد، خیلی بهتر میشد، دقت میکنید؟ اگر یو بی آی میدادید، یعنی یارانه نقدی میدادید، وضعیت خیلی بهتر میشد. بریم جلوتر. نوشته محدودیت های وارداتی نمیتواند کسری تجاری را کاهش دهد، اگرچه انکس بدون تغییر است. تجارت کمتری وجود دارد، تجارت کم میشه. تعرفه بذاریم، سرکوب ارزی هم بکنیم، تولید کم میشه. کاملا درسته، کاملا درست میفهمم که بیکاری بالا بره و جی دی پی تغییر نکنه. خب بیکاری چیز بالا میره، نرخ طبیعی بیکاری بالا میره. برای فرمایی درس کردم بیکاری استکاکی بالا میره. ببینید مسئله حادتر شد، ولی جی دی پی تغییر نمی کنه.
جی دی پی یعنی ظاهر جامعه نشون نمیده، در واقع داره توزیع ثروت اتفاق میفته. متوجه شدید؟ شما برداشت اینه که هر فردی به یک مقدار تولید میکنه، ولی اینطور نیست. اومدیم این نابرابری رو تشدید میکنیم اینجا. خب خیلی حرف شد. ببینید اصلا چی شد؟ ما شروع کردیم گفتیم آقا مثلا ما واردات رو تعرفه بگذاریم روی واردات، در واقع تعرفه بگذاریم روی واردات که به نفع اقتصاد بشه. رسیدیم به اینکه فقر افزایش پیدا میکنه، نابرابری افزایش پیدا میکنه، تولید ملی هم تقویت نمیشه. البته تولید ملی کاهش هم پیدا نمیکنه، ولی تقویت هم نمیشه. دقت فرمودید؟ این باز از اون نکاتیه که ربط به انکس داره. من عرض کردم ما صادرات و واردات رو به تنهایی بررسی نمیکنیم، بلکه صادرات منهای واردات رو بررسی میکنیم. حالا مسئله اینجاست که اگر صادرات منهای واردات تغییر نکرد، تولید ناخالص ملی شما تغییر نمیکنه، ولی میتونه هم صادرات کاهش پیدا کنه هم واردات کاهش پیدا کنه. یعنی در واقع بخشی از وارداتی که داشتیم، بخشی از صادراتی که داشتیم صرف مصرف داخل بشه و بعد برخی از وارداتی که داشتیم متوقف بشه. بیکاری میتونه بالا بره، جی دی پی تغییر نکنه. شما رشد جی دی پی میتونید داشته باشید، بیکاریتون هم میتونه رشد کنه. یعنی با رشد جی دی پی میتونید بیکاریتون هم رشد کنه. اون حالا مباحث دیگری است که بعداً ممکنه یه وقتی مطرح بکنید. دقت میکنید؟ بله، معمولاً باید همسو باشند، ولی الان در این شرایط میبینیم انکس تغییر نکرده. حالا باید توضیح بدیم چرا انکس تغییر نکرده، چرا وای تغییر نکرده، پس چه چیزی تغییر کرده. میرسیم به این که یه سری افرادی که بیکار بودن ممکنه کار پیدا کنن، یه سری افرادی که کار داشتن ممکنه بیکار بشن، در نهایت یه سری از افرادی که این وسط بین کار بودند، دقیق میفهمید، یه سری افرادی که در زبان انگلیسی مثلا میخوام بگم من بیکارم، میگن I am between the jobs، یعنی من از یک کاری اومدم بیرون، هنوز با کار دیگه مشغول نشدم. در اقتصاد بسته هم سیاست تجاری تا اونجا که خاطرم است در اقتصاد بسته هم به همین مسائل مبتلا خواهد شد. ولی اقتصاد بسته که اصلا سیاست تجاری نداره به اون بروسم مؤثر نیست، چون کوچکه. ببینید وقتی از ما داریم در مورد بلژیک صحبت میکنیم که نسبت واردات و صادرات به تولید ناخالص ملی بالای 100%، یه وقتی از در مورد کشوری صحبت میکنیم که کل صادرات به علاوه واردات به تولید ناخالص ملی مثلا 30%. خب حالا اگر جلوی تعرفه اینجا دوره مثلا تعرفه هم گذاشتی، یعنی مثلا 15% واردات و 15% صادرات تبدیل میشه مثلا به 10% واردات و 10% صادرات. این یه اثر 5% داره، ولی در اقتصاد باز کوچک اثر خیلی وحشتناکه، اثر خیلی خیلی جدی خواهد گذاشت. خب جلوتر بریم، تجارت کمتر به معنای سود کمتر حاصل از تجارت است. پس تجارت سود دارد، تجارت کمتر سود کمتر حاصل از تجارت خواهیم داشت. یعنی مثلا انحصار در اقتصاد شکل میگیره، مثلا سود حاصل از رقابت کمتر میشه. خب محدودیت های وارداتی بر روی محصولات خالص، بر روی محصولات خاص، باعث ایجاد مشاغل در صنایع داخلی می شوند که این محصولات را تولید می کنند، اما مشاغل در بخش های صادراتی از بین می روند. پس یه جایی رو شما تقویت می کنید، یه جایی رو برداشت سیاست گذار اینه که من در واقع تولید داخل و جایگزین واردات می کنم، نمی داند که همزمان کار جاب شغل صادراتی از دست میره. بنابراین محدودیت های وارداتی نمیتواند اشتغال کل را افزایش دهد. حداقل میتونیم بگیم اشتغال کل افزایش پیدا نمیکنه و میتونیم بگیم که بعضی ها برای یک نسل ممکنه فدا بشوند. همچنین محدودیت های وارداتی باعث ایجاد تغییرات در بخش ها میشوند که به بیکاری اصطکاکی میانجامه. بسیار خب، نظام نرخ ارز ثابت. در نظام نرخ های ارز ثابت، بانک مرکزی آماده خرید یا فروش ارز داخلی در مقابل ارز خارجی در نرخ اصلی تعیین شده است. در مدل ماندل فریمینگ، همین مدلی که می‌خوایم خدمت شما نشون بدیم، بانک مرکزی منحنی ال ام را تا حدی که لازم است تغییر می‌دهد تا ای را در نرخ اصلی تعیین شده خود نگه دارد. پس بانک مرکزی پول چاپ می‌کنه، بعضی وقتا پول رو جمع می‌کنه، هدف اینه ای ثابت باشه. می‌خوایم ببینیم اگر رسیدیم به این شرایط، ایران واقعا این شرایط رو نداره، یعنی اصلا هیچ وقت سیاست تثبیت نرخ اصلا هیچ وقت نبوده، یک سیاست شلم شوربای متأسفانه در کشور ما هست. این سیستم نرخ ارز اسمی را ثابت می کند.
پس بانک مرکزی با مداخله خودش در بازار سعی میکنه نرخ ارز اسمی ثابت باشه. در بلند مدت زمانی که قیمت ها منعطف شوند، نرخ واقعی ارز حتی در صورت ثبات نرخ اسمی میتواند تغییر کنه. دقت بفرمایید، ما مرتب داریم در مورد اقتصاد کوتاه مدت صحبت میکنیم. حالا شما فرض میکنید نرخ اسمی ارز ثابته، در بلند مدت قیمت پی تغییر میکنه، قیمت پی اس آر تغییر میکنه، در نهایت شما میبینید اصلا شرایط جدید و یک شرایط دیگری شد. خب ببینید اینجا الان من این دیگه ادامه نمیدم، فقط اینو خدمتتون نشون میدم که در سیاست نرخ ارز ثابت هر وقت که بنا باشه قیمت ارز رشد کنه، بانک مرکزی شروع میکنه در واقع مثلا سیاست انبساطی پولی در پیش میگیره. چگونه سیاست انبساطی پولی در پیش میگیره؟ شروع میکنه ارز خریدن از بازار، شروع میکنه پول ملی رو خلق پول میکنه، خلق پای پولی میکنه و در جامعه میریزه. و برعکسش وقتی که ای میخواد پایین بیاد، بانک مرکزی از ذخایر ارزی که داره در بازار تزریق میکنه. پس ما دیگه ای دو و ای سه نداریم، ما فقط یه ای یک داریم. همیشه ای ثابته و همیشه ال ام به حدی تغییر میکنه که برسیم به یک تعادل جدیدی که در اون ای ثابته. این سیاست نرخ ارز ثابته. جلسه بعد انشالله ما این سیاست نرخ ارز ثابت رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد. خیلی هم سریعتر جلو میریم انشالله و شما خواهید دید که در روز چهارشنبه چقدر این مسائل میتونه جالب باشه و چقدر میتونه به ما اینسایت بده، هینت بده، شهود بده که سیاست صحیح اقتصادی برای هر کشور چیست. اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم. بسیار عالی. خب شب خوبی داشته باشید. خدا قوت. واقعا خسته نباشید. میگم به شما که اینقدر با صبر و تحمل این مطالبی بسیار در وهله اول بسیار مشکل به نظر میرسه رو اینقدر خوب با من همراهی کردید و با هم گذراندیم. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما. در پناه هم.